سلام همه رفقا عزیزم، امیدوارم حالتون خوب باشه، پر از انرژی قبراق مثل همیشه. اومدیم با اولین روز جمع‌بندی دوره صدسازمون که یک آزمون 50 ساله انشالله حل خواهیم کرد، که این آزمون یه آزمون خیلی خوبه، آزمون معتبری بوده. میخوایم امروز حلش بکنیم. سوالاش هم سوال بسیار 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 احتمالی هستش که شانس بالایی در کنکور سراسری خواهد داشت. و درخواستی که من تک تک دوستان دارم اینه که خیلی دقیق به تک تک حرفام گوش بدین، حتما نکاتی که میگم و سعی کنین یادداشت کنین برای خودتون، حد اقلیتی که کارهایی که دارم میگم و اینا رو انجام بدین اگر میخواین نتیجه خوبی بگیرید. خب سوالش سوال ترکیبیه، سوالی هستش که نکات زیاد توش داره. منم یواش یواش 50 تاشو حل میکنم که انشالله بعد از عصر کنکور 1401 سوالاتی که تو این دو جلسه جلسه جمع‌بندی که داریم واسه فیلم پنل ها، آره مثل اینکه دو تا تیکش نبوده، میخوان درستش بکنن، گفتن کارش انجام میدن برام دوباره آپلود کنن سر. خب بریم کار امروزمون رو شروع بکنیم. فقط گوش کن ببین من توی حل این سوالات دقیق دارم چه کاری انجام میدم، دارم به چه چیزهایی دقت میکنم، دارم روی چه بعد تایم بعد تایمم برام مهمه دیگه، روی این تایمم حواسم هست. بسم الله الرحمن الرحیم، بریم تست اولمون رو با هم حل بکنیم ببینیم که دقیقاً از کی چی میخواد. بسم الله الرحمن الرحیم، ببین صورت سوال خوانیش برام مهمه که اون آقا صورت سوال دقیقاً داره چی میگه. بعد گزینه ها مهمه، میخوام اینو آقا تله تستایی که ممکنه توش بیافتیم چیه. سوال اول میگه با توجه به دستگاه دفعی مواد زائد انسان کلیه ها بود، در کدام گزینه بخش اول نسبت به بخش دوم از نظر طولی بزرگتره. یعنی الان من آماده ام که دو تا چیز رو با هم مقایسه کنه و باید اون بخش اولی و بخش دوم طولش بیشتر باشه. بسم الله الرحمن الرحیم، میگه انشعاب سرخرگی وارد شده از سرخرگ آرد به کلیه چپ. آقا من میدونم که اگر بیام اینو یه چپ و راست بکشم این ور قلبه است، این آرد داره میاد پایین، این کلیه سمت چپ بالاتر، اینقدر این کلیه سمت راست، پس یعنی سرخرگ کلیه سمت چپ من کوتاه‌تر از سمت راستی است، ولی این اومده بوده بخش اول از بخش دوم بزرگتر باشد و طولانی تر باشد، پس این گزینه غلط و بالعکس گفت. گزینه دو میگه بالاترین دنده محافظت کننده از کلیه چپ نسبت. خب آقا دقت داشته باش، این دنده های محافظت کننده من اگر بخوام بکشم، این خدمت رو عرض کنم، دنده ها از شماره 6 به بعد که حالا اون دو تای آخرام به صورت آزاد از اون ورش به استخوان جناق وصل نشده، عملا من میدونم این دنده بالاتریه، این دنده بعدیشه. حالا اینجا من نمیدونم چی شده، داره تبدیلش میکنه، بذار من این درستش کنم، تبدیل به خط راستش داره میکنه. خب این بد، بیا آقا نگاه کن، این دنده بالاتر، این دنده بالاتریه، این دنده پایینتریه، این همیشه کلیه سمت چپم. خب نوشته بالاترین دنده محافظت کننده نسبت پایین، بالایی ترین دنده محافظت کننده در کلیه راست. کلیه راست رو کدوم دنده داره محافظت میکنه؟ فقط دنده پایینیه. خب بالاترین دنده محافظت کننده اون یه تک دنده است دیگه، پس یعنی عملا داره میگه یک نسبت به دو طول بیشتری داره. خب کاملا طبق شکل کتاب درسته، بسیار هم گزینه خوبیه. سه بخش زخیم قسمت پایین رو هنله. آقا همه میدونن اون شعر معروف خودمون، پایین رو بالا رو هنله، بسم الله. آقا نگو پایین رو هنله که میاد میشه زخیم نازک، نازک زخیم. آقا بخش پایین رو زخیمش کوتاه‌تره نسبت به بالا رو، پس بخش اول طولش کمتره دیگه، این باز بالعکس گفته. گزینه 4 لوله میزنای کلیه راست، وقتی کلیه راست من پایین‌تره، عملا اگه مثانه باشه، وقتی کلیه راست از کلیه چپ پایین‌تره، پس طول میزنایش هم کوتاه‌تره. باز دوباره اومده بالعکس اینو گفته، دوباره اومده بالعکس گفته، پس این گزینه هم گزینه کاملا غلطیه. پاسخ هم میشه گزینه 2. اگر سوال بخواد از موقعیت قرارگیری کلیه بیاد، تقریبا همش رو جمع کردیم و کلیت شما هم بررسی کردیم. اما سوال 2 درباره ساختار، نکن درباره شکل ساختار جفت و بند نافه، یه نگاه در حد چند ثانیه بهش بنداز. خب سوال دوم هم بچه‌ها اگه بخوایم بررسیش بکنیم، کلن گزینش گزینه قشنگه. ببینیم میگه چند مورد مشخصه نوعی از رگهای خونی بند نافه که به دور رگهای نوع دیگر پیش خورده را به درستی بیان میکنه. آقا من میدونم اگر دقت داشته باشی، این سیاه رگ بند نافم که خون روشن داشت، دوتا سرخ رگ بند ناف اومدن با قطر کمتر دور این پیچیدن، حالا اگه بخوایم دوتا بکشیم. آقا دقت داشته باش، میاد میگه این درباره سرخ رگ، اون دوتا سرخ رگم کدوم چند تاش درست. خب گزینه اول
میگه تعداد آن دو برابر رگ‌های خونی نوع دیگر موجود در بند نافه. خب میدونم یه دونه سیاره خون روشن داره میره سمت قلب جنین، دو تا سرخ‌های داره خون تیره میره، خب این دو برابر اونه، درست. میگه در محل اتصال بند ناف به جفت به دو انشعاب اصلی تقسیم میگردد. آقا دقت داشته باش، این که داره میاد پایین دو تا انشعاب اصلی مال این سیاه رگه بود که این شکلی میکشید، نه سرخ رگه، پس این غلط. میگه خون غنی از کربن دی اکسید از بدن مادر به جنین. آقا کدوم ایستگاه؟ اولا بین خون بین مادر و جنین خون مستقیم تبادل نمیشه به خاطر پرده کوریون و مواد داره جابجا میشه، این نکته. و دوم اسکله بیاد خون غنی از کربن دی اکسید ننه بدی به جنین، برعکس دیگه. میاد میگه فاقد هر گونه انشاب در ساختار زواید انگوش مانند کوریونه. آقا این سیارگه وقتی میاد پایین، این زواید انگوش مانند کوریونو که اینطوری کشیده برده بالا، این سیارگه مگه نمیاد اینطوری منشعب میشه رو سرخ رگه؟ میگیم چرا؟ پس اینکه نوشته فاقده، نکن توی تستای کنکور حواست باشه به کلمه فاقد و واجد. فاقد یعنی ندارد، واجد یعنی دارد وجود دیگه. پس یعنی وقتی میگه ندارد غلطه. پس پاسخ من عملا میشه گزینه شماره 4، فقط مورد الف هم درست بود. سوال قشنگی بود، بند نافو توش جمع کرد. بریم پایین تر، سوال شماره 3. ببین چی داره میگه. از اون شکل خدمتتون عرض کنم که بند ناف تر شده. سوال 3 رو نگاه کن. خب بخونمش. میاد میگه در یک زن سالم و بالغ، به سالم و بالغ بودن تو سوالات دقت کن. ممکنه بگه در یک جمعیت در بدن هر زن. خب آقا ممکنه این زن هنوز بالغ نشده باشه، به معنی تختانش دوباره به کار نیفتاده باشه. پس وقتی میگه سالم و بالغ یعنی تختان اوکی، همش میزونه. طی مرحله دوره جنسی که جا خالیه، فرآیند تخمک گذاری انجام میشود. امکان جا خالی حالا یا هست یا نیست. بخونم گزینه ها رو. میاد میگه در بدن زن طی مرحله از دوره جنسی که در روز آخر آن فرآیند تخمک گذاری انجام میشه. وقتی کلمه روز آخر آن فرآیند تخمک گذاری انجام میشود و میاره، من میگم تخمک گذاری خودش روز 14. خب در روز آخر آن یعنی همون روز 14. میگه امکان ندارد کمترین میزان حفرات و اندوخته خونی در دیواره رحم وجود داشته باشد. آقا میگم توی اون دوره جنسی من عملا امکان نداره روزی که فرآیند تخمک گذاری انجام میشه در روز آخران. عملا داره چه روزی رو میگه؟ اگر دقت کنی غلط، امکان داره. چطور ممکنه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ چطور ممکنه همچین چیزی اتفاق بیفته؟ آها غلط، امکان نداره دیگه. چرا؟ باریکلا. آقا در بدن یک زن سالم و بالغ میگه در روز آخران این روز 14 امکان نداره کمترین میزان حفرات و اندوخته خونی در دیوار رحم وجود داشته باشد. آقا وقتی میگه در روز آخر آن، این روز آخر اون میشه روز 14 تا 0، بعد از اون میشه عملا از روز 14 و خورده ای یا 15 تا مثلا 28 من. خب آقا من میدونم روز 7 من امکان داره کمترین باشه، پس غلط. 2 در روز آخران یعنی در مرحله فولیکولی 0 تا 14 امکان داره میزان ضخامت داخلی ترین لایه دیواره در ابتدا افزایش و سپس کاهش. برعکس گفته دیگه، اول بچه کاهشیه بعد از روز 7 افزایشیه، پس بالعکس گفت. 3 میگه بعد از آن امکان نداره بازخورد منفی هورمون استروژن پروژسترون رو بر ترشحات هیپوتالاموس بذاریم. اونایی که سر کلاس من بودن و تدریس من رو دیدن و نکات من رو شنیدن میدونن روز 15 عملا چیه بازخورد منفی و میدونن روز 13 بازخورد مثبت. خب مگه آقا این دوره من دوره لوتال نیست که 15؟ خب چه پس امکان داره؟ پس امکان ندارد، غلطش میکنه. بره بعدی. میگه بعد از آن، خب یه بعد از آن انداخه تنگش، ببینیم چی میگه. میگه بعد از آن امکان دارد یعنی بین دوره لوتالا پارگی رخ داده در دیوار تختان بر اثر تخمک گذاری همزمان با شکل‌گیری جسم زرد بسته شود. دقیقا جواب همین گزینه شماره 4. چرا؟ ببین میگه تو دوره فولیکولی امکان داره پارگی رخ داده در دیواره تختان بر اثر تخمک گذاری همزمان با شکل‌گیری جسم زرد بسته شود. بله من میدونم آقا جون، زمانی که این پارگی من تخمک گذاری خود روز 14 انجام داد، بعدش طبق شکل کتاب این میاد این شکلی داره بسته میشه، بعدش میاد کلا بسته میشه، تبدیل میشه به جسم زرد که بزرگ میشه و میشه سفید. پس این که امکان دارد گذاشته، پاسخ میشه گزینه شماره 4. دقیقاً جسم زرد که بسته شد، پس امکان دارد.
سوال بعدی درباره ساختار معده، از شکل ساختار معده یه دونه سوال حرفه‌ای آورد. سوال 4 رو نگاه کن. سوال 4 رو نگاه کن. ببینیم. آقا اگر دقت کنی میگه با توجه به شکل معده رو که داره نشون میده، بعد بخش 1 و 2 آورده. آقا 1 میدونم ماهیچه طولیمه، 2 میدونم ماهیچه چیه، مورب که داخلی ترینه، این وسط هم که پاک کرده حلقویه بوده. حالا گزینه ها رو من بخونم. میاد میگه بخش 1 مثل 2 سبب تشکیل حلقه انقباضی واحد در پوست توده غذایی موجود در مری. بابا این که معده است دیگه، به مری چی کار داره؟ مری نداره دیگه، خدافظ. میگه بخش 2 مثل بخش 1 حداقل در یک طرف خود با لایه‌ای دارای نوع بافت پیوندی با ماده زنی، یعنی چه پیوندی سست. من میدونم در تمام لایه‌های من، نه دو جوابه، در تمام لایه‌های من بافت پیوندی سست یاران وجود داره. پس اینکه نوش حداقل در یک طرف به خاطر اینکه مثلا که اشتباهی میام وسط است، بپذیریمش و پاسخ میشه گزینه 2. اما 3 و 4 چرا غلطه؟ میگه بخش 2 برخلاف بخش 1 به کمک یاقطه خود به ترش هورمون گاسترین میپردازه. گاسترین که بچه از سلوله های مخاط بعضیا تو قده معده نزدیک پیلور ترش میشه، که لای مایچه‌ایه. هیچ. میگه بخش 1 برخلاف بخش 2 در ساختار لایه‌ای دیواره کولون افقی روده وجود ندارد. برعکس بخش 1 وجود دارد، طولی حلقوی مورب مخصوص معده است. پس این وجود نداره در برعکس گفته. و پاسخ هم میشه عملا گزینه شماره دوم. تا اینجا یه عدد 8 بده بیاد عشق کنیم. تستای امروز اون تست خیلی خفنیه. تستای امروز تست خیلی خفنی. خب مرسی. بریم سوال بعدی، سوال شماره 5. یه سوال آوردیم از خدمتتون عرض کنم، صحیح غلط فصل 2 12. سوالش هم سوال خوب و سختی. ببینیم چی میگه. صورت سوال میگه کدوم گزینه در ارتباط با ترجمه یک مولکول ام‌آر‌ان‌ای توسط چندین ریبوزوم که همزمان رونویسی میشود از نظر درستی یا نادرستی فرق میکنه. یعنی میگه بیا آقا همه رو صحیح غلط کن، وقتی که همه رو صحیح غلط کردی بعد بیا ببین حالا مثلا کدومی که از لحاظ صحیح غلطی فرق میکنه و بقیه دیگه. ببینیم چی میگه. میگه رناتنی، آقا من یه دونه شکلشو بکشم، این یه دونه ام ار ان ای سلول یوکاریوتیه، خب مثلا بعد اینم ریبوزومایی که بهش وصل شده، این کوتاه‌تر است، این باز بلندتر جلوتره. یعنی چی؟ یعنی آی یو جیم اینجاست، مثلا یو جی ای من که پایان باشه این سمته، که ببینیم چی میشه. خب میگه رناتنی که نسبت به سایر در فاصله بیشتری از ژن قرار دارد، بلندترین توالی پپتیدی را نسبت به سایر رناتن ها دارد. آقا میگه هر چی فاصله از ژن داره بیشتر میشه، طول توالی پپتیدی هم بیشتر میشه. خب آره یه جوری اوکی. بقیه، رناتنی که به انتهای مولکول رونویسی شده از ژن دی ان ای نزدیک تر است، یعنی میگه آقا ریبوزومی که به انتهای مولکول رونویسی شده از ژن دی ان ای نزدیک تر است، آها، زودتر از سایر رناتن عامل آزاد کننده را به جایگاه پی میفرستد. منظورش همون ریبوزومیه که رونویسی بیشتر، ترجمه بیشتری انجام داده. خب وقتی ترجمه بیشتری انجام داده است، زودتر هم از بقیه میره تو مرحله پایان که عامل آزاد کننده بیاد. درست. ولی یک نکته‌ای که این وسط داره غلطی داره. آقا مگه اصلا عامل آزاد کننده وارد جایگاه پی میشه؟ نه، غلط. آقا گزینه یک هم غلطه. اگه گفتین چرا؟ ما بالاخره داریم توی ژنه. نگاه کن، رناتنی که نسبت به سایر رناتن‌ها در فاصله بیشتری از ژن قرار داره، این داره از اون ساختار پروکاریوتی دانه و تسپی تر میشه. یعنی من اگه بخوام بیام اون شکل پروکاریوتی رو دقت کنم که صورت سوال بهتر بود بگه پروکاریوتی، از تو گزینه من نخوام گیج بشم، من میگم این اگه مثلا چی بوده، دی ان ای هم بوده، این اگه رنایی که داره ساخته میشه، اینم ریبوزومایی که روشن، هر چی ریبوزومه در فاصله بیشتری از ژن قرار داشته باشه، یعنی این. میگه چی؟ میگه نسبت به سایر رانتا بلندتره، نه دیگه میبینم هرچی دورتره کوتاه‌تره، یعنی جدیدتر واسه. پس یکم غلط. 3 میگه رناتنی که حرکت بیشتری بر روی ام‌آر‌ان‌ای داشته نسبت به سایر ریبوزوم ها در فاصله نزدیکتری از آنزیم رنابسپاراز. رنابسپاراز هم کجا افتاده؟ اینجا. خب کدوم یکی از همین بیشتر راه رفته؟ همین اینکی که اسمشو میذارم آ. خب میبینم آ خیلی نزدیکه به رنابسپاراز تا بقیهشون. پس این درست. پس یعنی عملا اون دوتا اول غلطه، سه درسته، جواب دیگه فرق میکنه. 4 میگه رناتنی که دیرتر از بقیه کدن آیوجی رو در جایگاه خود قرار میدهد، یعنی این جدیدتر از همه دورتره. میگه در نهایت نوعی زنجیره پلیپپتیدی کوتاه‌تر نسبت، نه دیگه طبق متن کتاب میدونم، در همه اینا ریبوزوم وقتی ترجمه انجام میده اون مولکول پلیپپتیدیم چون که در حالت طبیعی هستش به یک اندازه خواهد بود.
پس نه اینکه کوتاه‌تر بزرگتر، خداحافظ. پاسخ میشه گزینه شماره 3. اما سوال بعدی، سوال هشتممون، سوالی طرح شده هستش از مراحل تقسیم میتوز. آقا نگاه کن، یکی از چیزایی که طراح بعضی وقتا لفظشو نمیگه و ما خودمون باید بفهمیم، این چیزی که الان میخوام بهت بگم. ببین گوش کن، ما باید توی سوالات تقسیم بفهمیم که این تقسیم میوز انجام داره میده یا میتوز، از کجا، از نوع سوال. ببین وقتی میگه هسته یا از تقسیم هسته یاختای قزروفی، من میدونم قزروف آقا چیه؟ بافت پیوندیه و میتوز میکنه دیگه. مرسی علیرضا، میتوز میکنه دیگه. پس یعنی میوز کلا خلافز. پس یعنی بعد پرومتافاز تو ذهنم باشه که میتوز دارد و میوز ندارد. بسم الله. بعد یه سری مرحله گذاشته و خواسته. خب ببینم مرحله‌ای که گفته چیه. میگه قرار گرفتن کروموزوم ها در دو ردیف در بخش استوای یاخته. ببین من میدونم تو میتوز کروموزوم های من بی‌نظم در یک ردیف تو استوام. پس این اگه گفته در دو ردیف، همین اول رد میشه چون مال چیه؟ مال میوز. اصلا کاری ندارم. میگه اتصال میان رشته های دوگ و کروموزوم های دو کروماتیدی در مرحله. خب میگه اتصال میان رشته های دوگ و کروموزوم های دو کروماتیدی، این کجا اتفاق میفته؟ مرسی، پرومتافاز. همان در مرحله بعد از آن که میشه چی؟ خود متافاز. همانند مرحله قبل از آن که پروفاز باشه، قشای برخی از اندامک های یاخته تجزیه میشن. تو مرحله پروفاز من پرومتافاز میدونم که تجزیه هسته به شبکه اندوپلازمی تموم میشه. پس یعنی همانند مرحله بعدیش که متافاز باشه، تو متافاز دیگه تجزیه اندامک نداریم تا بگید. پس به خاطر این غلط. 3. میگه کاهش تدریجی فاصله سانترومر کروموزوم ها از سانتریول در پی کوتاه شدن رشته دوگ میشه آنافاز. در مرحله بعد تلو، میگه از فشردگی کروموزوم ها کاسته میشه. خب تو تلو بله، برخلاف مرحله قبل از آن. آقا مرحله قبل از آن چیه؟ مرحله قبل از آن میشه چی؟ مرحله متافاز. تو متافاز دیگه کوتاه شدن و بلند شدن کروموزوم نداریم، بیشترین حالتش میرسه. پس این برخلافی که این وسط گذاشته تاییدش میکنه. پس پاسخ من میشه گزینه شماره 3. 4. میگه دو برابر شدن محتویات وراثتی ذخیره شده در کروموزوم که اصلا تو مرحله S. بعد اصلا تو مرحله تقسیم هسته نیست. نکته حواست باشه بعضی وقتا گزینم جمله درستی است که احتمالاً گزینه 4 هم گزینه درستی، حواست نباشه. بعضی وقتا گزینه جمله درستی است، خب اما واسه محدوده صورت سوال من قرار نگرفته یاران. الان همین تو مرحله اینترفاز، اصلا تو مرحله تقسیم هسته نیست که. اصلا با صورت سوال هم خونی نداره. مرسی. این 6 تا، به این 6 تا خدایی 6 تا سوال حل کردم، سواله به درد بخورا. بریم بعدی. خب اما یه سوال 7، سوال بسیار 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 قشنگ، سوالیه که باید حتما بدونیم. یعنی با اینکه من تقسیم میتوز و میوز و بلدم، ولی این وقتی ترکیب میشه با فصل 7-11 و 8-11 که تولید مثل جانوری و انسان و گیاهه، اونجا من اگر ندونم تو هر مرحله اون تقسیم سیتوپلاسمی چیه، اون سلوله چیه، میوز 1 میکنه، میوز 2 میکنه، چه تغییری میکنه، عملا بازم با اینکه فصل 6 رو بلدم، ولی بازم اون سوال واسه من عملا این سوال چی حل نشده خواهد بود. اینو یاد باشه. اما بریم سوال بعدی، سوال شماره 7. ببین چی میگه، سوال قشنگی ها، حواستو جمع کن. خب میگه کدوم گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی به طرز متفاوتی تکمیل میکنه. یعنی بیا سعی غلطش کن ببین کدوم فرق. سوالش حل کنم؟ خوب گوش کن. 1. خوب دقت. میگه به طور معمول حین تقسیم سیتوپلاسم دانه گرده نارس گیاه لوبیا، من میدونم آجو این دونه نارسم که انه میاد میتوز میکنه که بشه رسیده. پس حین تقسیم سیتوپلاسم وقتی که میتوز میکنه، یه یاخته رویشی کوچیک، یه یاخته زایشی بزرگ. پس یعنی عملا این تقسیم سیتوپلاسمش نامساویه دیگه، چه بخوای چه نخوای. پس یعنی عملا تو چه تقسیم سیتوپلاسم میشم. بعد من میدونم حین تقسیم سیتوپلاسم دانه گرده نارس، اوکی از روی صورت سوال باید بفهمم یارو گیاهه. من میدونم تو گیاهان تقسیم سیتوپلاسم با آنافاز شروع میشه، ولی میدونم تو یاختای جانوری با خود تلوفاز شروع میشه، بعد تقسیم تموم میشه. 1. تو یاختای گیاهی با آنافاز شروع میشه، با تلوفاز تموم میشه. آنافاز تا تلوفاز. خب اوکی، احتمالاً خیلیاتون غلط بزنید این سوالو به خاطر اینکه حواستون نیست با جانوری یکی میگید. میگه قرار داشتن کروموزوم های درون هسته
و بیشترین میزان تراکم رشته های دوک در سیتوپلاسم میتونه به طور همزمان وجود داشته باشه. آقا نگاه کن، بیشترین میزان تراکم، آیا این بچه گزینه امکان پذیر یا امکان پذیر نیست؟ امکان پذیر نیست. چرا؟ بیشترین میزان تراکم رشته های دوک میشه خود آنافاس شکلی که نشون داده. قرار داشتن کروموزوم درون هسته یعنی تلو، خب از این دوتا همزمان نیست دیگه، پس غلط. دو، میگه تشکیل قشای یاختای جدید از محتوی ریسکی سه میشه آنا و تلو. میگه عدم مشاهده رشته های دوک در سیتوپلاس میتونه به طور همزمان باشه. آقا دقت داشته باش، تشکیل قشای یاختای جدید میشه واسه چی؟ از محتوی ریسکی هم تو آنافاز داره رخ میده، هم توی چی؟ تلوفاز. عدم مشاهده رشته دوک هم میشه تلوفاز. خب این که میتونه با تلو یکی باشه، پس اینم غلطه، میتونه ولی عدم گذاشته. میگه چی؟ پس میتونه به طور همزمان باشه؟ امکان پذیر هست آیا؟ خیر. چرا؟ چرا عدم مشاهدهش امکان پذیر؟ اما تا این امکان پذیر هست دیگه. اوکی؟ پس تشکیل قشای یاختای جدید عملا میشه تو خود اون آنافازه، عدم مشاهده رود میشه اون تلوفازه. بهتره که واسه بخش اول تلو رو نگیرم، فقط آنا رو بگیرم طبق شکل کتاب. پس آنافاز و تلوفاز نمیتونن همزمان باشن. خدافظ. سه، تشکیل بزرگترین ریسکیسه داره پیشتازهای تیغه میانی میشه آنافازی که داره وصل میشه به تلو. عدم همپوشانی رشته‌های پروتئین دوک هم که وقتی وجود داره همون آنافازشون تلفاز از بین میره. این دوتا میتونه به طور همزمان باشه؟ خب بله. سه پس جواب، چون دوتای دیگه غلط حل کردن، این یکی درسته دیگه. چهار، تجمع کروموزوم‌ها در دو قطب یاخته میشه آنا. تجمع ریسکیسای دستگاه گوجی در بخش میانی سیتوپلاسم یاخته چی؟ تجمع ریسکیسا، تجمع کروموزوم در دو قطب میشه ته آنا. تجمع ریسکیسا هم میشه آنا هم میشه تلو، تو تلو هم دارم میبینم. اوکی، پس این که داره تو تلو اون تو آناه، عملا چیزی دستگیر من نمیشه، به طور همزمان نیست. پس پاسخ من میشه گزینه شماره 3. سوال بعدی دوباره یه سوال گیاهی از 11 هم. از 10 هم ببخشه 6 10 هم 8 تا نگاه بنداز. سوال احتمالی خوبیه، سوال احتمالی خوبی. 8 تا نگاه بنداز. عدم همپوشانی، نه دیگه، عدم همپوشانی. حتی چرا عدم همپوشانی میتونه واسه تلو هم بگیری دیگه. عدم هم... نه نه، عدم همپوشانی رشته پروتئین دو، یعنی رشته پروتئین دو که وجود داشته باشه. حالا اینا به هم نمیخورن بعضیاشون دیگه، شما آنا علیرضا میگم نکن بعد وجود بگی تلو که دیگه وجود نداره، که بگی تلو اصلا وجود نداره. 8 تو نگاه کن ببین چطوری هم. میگه چند تاش غلط. میگه بخشی که در فاصله بین دو قشای یاخته گیاهی متصل به هم وجود دارد و خب نگاه کن بستگی داره دیگه. من اگر بیام اینو یک سلول گیاهی بگیرم، اینم یه سلول گیاهی بگیرم، یه تیغه میانی وسط دارم میشه تیغه. اگه یارو فقط دیواره نخستین داشته باشه، نخستیناش اینجا گل تیغه است. اگر یارو پسینم داشته باشه، پسیناش هم میشه در فاصله این. خب اوکی، بخونم گزینه ها رو، گزینه ها رو بخونم یاد جاده. خب بخونمش، گوش کن. میگه آبا از قشای یاخته فاصله بیشتری داره، همانند دیوار نخستین داره ماده با خاصیت چسبندگی. من اصلا میگم گور پدرش که این آقا آیا تکلپ، آیا دیوار نخستین داره یا نداره. مهم اینه که خاصیت چسبندگی مال کیه؟ میدونم مال پکتین است. پکتینم هم تو تیغه دارم هم تو دیوارا، پس این که همانند گذاشته درست، که داره تیغه رو میگیره دیگه. میگه از قشای یاخته فاصله کمتری داره، یعنی دیواره، برخلاف تیغه میانی مولکولای زیستی را در چندین لایه قرار داده. خب یعنی این داره به من نشون میده یا پسین داره. اوکی، این که پسین داره من میدونم، آقا توی پسین تو هر لایش رشته‌های سلولوزی با هم موازی، یه لایه نسبت به لایه دیگه، اما توی دیواره نخستین برخلاف تیغه میانی تو چندین لایه است، درسته، چون تیغه میانی که یه لایه است، دیواره پسین من چندین لایه است. خب پس این جمله درسته. جیم، نقش بیشتری در استحکام گیاه داره. اوکی، همانند تیغه میانی داره رشته سلولوزی. من اصلا میگم گیرم بخش اولش رو نمیدونی کیه، اما تیغه میانی تو کتاب نگفته سلولوز داره، پس غلط. دار، قدمت بیشتری در گیاه داره میشه تیغه، برخلاف نخستین با داشتن موادی مانع گسترش و رشد اندام‌های گیاهی میشود. آقا نگاه کن، میگه قدمت بیشتری داره چیه؟ تیغه میانی، بعدش میشه نخستین، بعد یعنی پسین از همه قدمتش کمتره. اوکی،
اگر من میگم اگر اینو من بگیرم چه تیغه چه نخستین، نه تیغه نه نخستین مانع گسترش نمیشه، اون پسین بود که مانع گسترش میشد. پس اینم غلط. پس پاسخ میشه گزینه شماره دوم من. فیلمو هم تو آپارات ایشالله میذاریم، هم تو کانال به امید خدا. فعلا فقط گوش کن. نه ایشالله نذاشتیم، شاید هم اینا سوال احتمالی کنکوره، فقط مخصوص بچه خودمونه. نمیشه یکی نبوده اما لا بیاد استفاده کنه. حالا بالاخره دیگه نو سال نو دوباره از خدمتتون عرض کنم که کتاب 11 12 تر شده. بریم ببینیم چی میگه. میگه نوعی ناهنجاری، اساس 4 12 میگه کدوم غلط. نوعی ناهنجاری ساختاری، یعنی از اون حذف و جانشی، حذف و جابجایی و مضاف شدن و واژگون در فانتنه غیر جنسی موجود در یاختای پیکری میتواند شود. خب ببینم، میگه به دنبال شکست و تشکیل 4 پیوند فسفودیستر از دنا سبب عدم تغییر طول آن فانتن میشود. خب ببین میتواند چطور یه واژگونی، فرض کنین دوتا رشته است، خب من میخوام این یتیکه رو ببرم سر جای خودش واژگون کنم، ببین چی میشه. ناکن گفته به دنبال شکست و تشکیل 4 پیوند فسفودیستر، یکی دو تا سه تا 4 تا بعد بشکنم این بیاد بیرون بچرخونم، یکی دو تا سه تا 4 تا تشکیل بدم، میتونه طول دنام تغییر نکند. بله. دو، میاد میگه آقا به دنبال کاهش تعداد انواع ژن‌های یک فامتنه. آقا یعنی میگه به دنبال فامتنامو اگه بخوای ژناش کمتر بشه، یا حذفی بوده کلا حذف شده، یا جا به جایی بوده به یک کروموزوم غیر همتا، یا هم که به صورت چی بوده، مضاعف شدن که از یه دونه کم شده. میگه میتونه سبب افزایش تعداد نوع ژن‌های فامتن همتا بشه. یعنی چه مدلی باشه مضاعف شدگی، امکان داره؟ بله امکان داره. سه، میگه به دنبال افزایش تعداد ژن‌های حاضر در یک فامتن، خب اگر بخواد یه فامتن هم تعداد ژن‌هاش بیشتر بشه حذف نیست دیگه، یا جابجایی بوده یا مضاعف، یکی از این دوتا. میگه سبب تغییر فاصله بین یک انتهای آن تا ناحیه سانترومر میشود. آقا نها کن، زمانی که به دنبال افزایش تعداد ژن‌های حاضر در یک فامتن، میگه سبب تغییر فاصله بین یک انتهای آن تا ناحیه سانترومر میشود. بچه این درست یا غلط؟ به نظر تو این گزینه من درست یا غلط؟ نکن گزینه دوی غلطی داشته واسط نبود. گزینه سم که معلومه دیگه، بالاخره فاصله یکی چون که یه بازود بلندتر میشود، خب فاصلهش سانتومه بیشتر میشه. چهارم نگاه کن، به دنبال شکست پیوند اشتراکی سبب کاهش تنوع ژنی یک فامتن و عدم افزایش تنوع ژنی فامتن دیگر میشه، حذف اگه باشه. دو غلطه. چرا؟ چون من میگم آقا نگاه کن، به دنبال کاهش تعداد انواع ژنی یک فامتن باشه سبب افزایش تعداد انواع ژن‌های فامتن هم تا میشه. یعنی منظورش آقا چیه؟ مضاعف شدگی. آقا انواع ژن‌ها، انواع، این کلمه انواعی که این وسط گذاشته کارمو خراب میکنه. چرا؟ چون مثلا فرض کن روی این یارو آ داری و بی، رو همتاش هم چی داری؟ آ داری و بی. حالا میای آ رو از این حذف میکنی میندازی بالا این یکی، الان بازم یک نوع ژن آ داری، دو نوع که نشد. پس اینکه انواع گذاشته غلطش میکنه و پاسخ هم میشه گزینه شماره 2. مرسی. بریم سوال بعد، سوال 10. اومده درباره خدمتتون هست، اون ترکیبی از شکلای کتاب درسی داده که ترکیبی به درد بخوری هم هستش، خیلی از چیزها رو اومده با هم بررسی کرده، میخوایم ببینیم که دقیق چی میگه. خب مرسی علیزاده. ببین سوال 10 میاد میگه کدوم درست؟ در یک انسان سالم و بالغ در سمتیه که امکان حضور میزنای بدن نیز در آن سمت وجود دارد. خب میزنای، خب میزنای کوتاه‌تر، من میدونم میزنای کوتاه‌تر همین اول کوتاه‌تر و طویل‌تر، من کوتاه‌تر میشه سمت راست، طویل‌تر میشه سمت چپ. خب حالا با توجه به این دوتا میاد میگه قده فوق کلیه بالاتر، خب من میدونم کلیه سمت چپ، میگه در سمت راست همین اول خدافظی میکنه، بخش پهن‌تر قده ترش کننده انسولین که لوزول معده باشه سمت راست، خب گفته چپ همانند راست در سمت راست، غلط. بخش عمده اندام کیسه شکل لگو باش که تو کنکور 1401 هم این لفظ رو میبینم که منظورش کدوم سمت بخش حجیم مده، سمت چپ، گفته چپ. اوکی. اندام لنفی تعال هم چپه، این برخلاف وسطش غلطش میکن. میگه شش واجد تعداد لوبه کمتر شش چپ، گفته طویلتر سمت چپ، تا اینجا اوکی.
نیمه پایین دیافراگم در هنگام بازم کلن سمت راست از سمت چپ بالاتره، پس سمت چپ پایین است. چپ همانند چپ در چپه. پاسخ سه. چار میاد میگه نایجه اصلی قطورتر و کوتاه‌تر. من میدونم نایجه که میره سمت راست، بعد کوتاه‌تر هم میشه راست. محل اتصال روده باریک به روده بزرگ هم سمت راسته، برخلاف وسطش غلطش میکنه. و پاسخ هم میشه گزینه شماره 3. پاسخ هم میشه گزینه شماره 3. یه عدد 8 نداره تا اینجا؟ یه عدد 8 نداره تا اینجا خدایی؟ واقعا تستاش تستای جنبندی ها، یعنی اون بچه‌هایی که خوب خوندن بار علمی سوالایی که دارم حل میکنم میفهمن. بار علمی سوالاتش فایل اینو میذارم تو کانال باشه. بار علمی سوالاشو میفهمن که چقدر ریزتر شده. خب سوال بعدی تقصد هر سال گزینه 3 ششی که تعداد لوب کمتر داره، شش چپ دو لوب، شش راست سه لوب، شش چپ. بعد میگه نیمه دیافراگم کدوم سمت پایین تره؟ قلب سمت چپ، پس نیمه سمت چپ بالا پایین تره، نیمه سمت راست چون کبد زیرشه بالاتر. میگه چپ همانند چپ سمت چپ، چپ همانند چپ سمت. ولی سوال 11 ببینیم بچه ها، سوال 11 ما سوالیست که قشنگه واقعا. ببینیم چی میگه که هر سال هم میاد تستاش قویه واقعا. سوال 11 رو نگاه کن، سوالیه که هر سال تو کنکور سراسری میاد، امسال هم میاد، درباره ساختار و قیافه و شکل زنجیره انتقال الکترون. اولش که هیچ، میاد میگه یه عضوی از زنجیره در یک یاخته عصبی که آبگریزترین عضو زنجیره محسوب می شود. من بخوام الان یه دونه زنجیره رو بیام اینجا بکشم، خب این یه دونه زنجیره رو بخوام بکشم اینجا، حالا فرض کن فسفولیپیداش، خب یه دونه پمپ دارم، یه کوچولو دارم، دوباره یه پمپ دارم، یه کوچولو این شکلی دارم، یه پمپ دارم، تموم. آبگریزترین کیه؟ همین یاروه. پس آبگریزترین ما میشه این یارو. میگه با انتقال الکترون به مجموعه پروتئین آنزیم ATP ساز آن را کاهش میدهد. آقا اصلا این بخشش غلطه، ما اصلا الکترون با آنزیم ATP ساز نمیدیم که، یا علی هاش مثبت جابجا میکنه. بعد اصلا آنزیم ATP ساز اونجور زنجیره نیست. میگه به تولید مولکول های پر انرژی و سه فسفات میپردازد. منظورش آنزیم ATP سازه عزیز دل برابر، آنزیم ATP ساز جزء زنجیره نیست، خدافظ. سه میگه برای نخستین بار اون دو تا آبی آب گریزن، اون آبی این اینه کیه، هم آب گریز هم آب دوست. میگه برای نخستین بار الکترون انادهاش رو میگیره، یعنی یارو اکبر اولیه. در حد فاصله میان دو پروتئین، در حد فاصله میان دو پروتئین با توانایی پمپ یون های هیدروژنه. آقا این گزینه 3 درسته به نظرت؟ گزینه 3 درسته به نظرت؟ معلومه که نه. چرا؟ چون این اولیه که دیگه قبلش کسی نیست که، این اولیه بعد قبلش کسی باشه که بعد بیاد بین دو نفر باشه. چهار میگه الکترونای خروجی از FADH رو نمیتونه از خود عبور بده. من میدونم FADH از اینجا میاد وارد بازی، پس اولیه رو میگه. میگه نسبت به سایر اجزای زنجیره زودتر انداش رو دریافت میکنه، همین اولیه رو داره میگه. پاسخ میشه گزینه شماره 4. بریم سوال بعدی، سوال 12. یه سوالیه خدمتتون عرض کنم از ساختار چشم، و تو این آزمونی که الان داریم حل میکنیم حذویات کنکورم اعمال شده از 11، یعنی نگران حذویات دیگه نباشید. بریم ببینیم سوال سوال 12 که سوال به درد بخوری هم هست دقیق چی میگه. خب ببینیم، میگه در ساختار چشم انسان، خب بخشی که چند تا نادرسته به طور حد در بخشی از خود در تماس مستقیم با جا خالیه. خب یکی یکی حلش کنم. میگه خاصیت انقباضی داشته و در فرند تطابق نقش ایفا میکنه میشه چی؟ جسم مژگانی. جسم مژگانی از یک سمتش من میدونم اومده به سلبیه وصل شده، از یک سمتش هم به مشیمیه وصل شده. اوکی. میگه در تماس مستقیم با بخش شفاف حفاظت شده توسط نوعی مایع نمکی آنزیمدار قرار دارد. آقا ناکن، میگه نوعی مایع نمکی آنزیمدار منظورش چیه؟ منظورش اشکه. میگه آقا جون چی؟ منظورش قرنیه است دیگه. قرنیه. بخش شفاف. آیا جسم مژگانی مستقیما با قرنیه در تماسه؟ همش قرنیه دیگه. میگه جسم، نه دیگه، میگه جسم مژگانی در تماس با قرنیه هست 100%. شکل کتاب رو نگاه کنی اون بالاش اومده به قرنیه هم اتصال پیدا کرد. میگه قدرت همگرای عدسی رو زیاد میکنه، بازم منظورش چیه؟ جسم مژگانی.
میگه در تماس مستقیم با بخش رنگین دارای رشته‌های بخش رنگین من که میشه چی؟ میشه بخش خدمتتون عرض کنم که مشیمیه و در ادامش دارای رشته‌های بخش خودمختار. این بخش چیه منظورش؟ بخش خودمختار من میدونم میاد با ماهیچه صاف قلبی و غدد. صاف قلبی قدرت در تماس قبول. پس این داره میگه بخشی که هم رنگین باشه هم مایچه داشته باشه، عملا مشیمیه که دیگه هیچی، یه دونه انبیه میمونه. خب آقا من میدونم که از اون و جسم مژگانی به انبیه هم ارتباط مستقیم داره، درست؟ چی میگه؟ مگه همون حلقوی شایی انبیه نیست؟ همونو بفهم دیگه، ترش هستیم به نبی. خب میگه مواد مورد نیاز برای تغذیه یاخته عدسی رو فراهم میکنه، منظورش مایع زلالی است. میگه در تماس مستقیم با بخش تعیین کننده شکل کرویه، منظورش چیه؟ منظورش منظورم از کنم که اون بخش پشت عدسیه، پشت عدسی. الان زلالیه که جلوی عدسیه، پس غلط. دان میگه مقدار نور ورودی به درون کره چشم تزیمی، منظورش چیه؟ سوراخ مردمک. بعد گفته در ساختار چشم میگه، میگه در تماس مستقیم با لایه داره انواع گیرندهای نوری. من اصلا میگم آقا مردمک من عملا میشه همین انبی هم، سوراخ وسط انبی هم دیگه. انبی هم که در تماس مستقیم با شبکیه قرار نداره، ولی این گفته قرار داره. تا پاسو میشه گزینه شماره دو. یه شکل از یک سوال از شکل چشم کتاب درسی، سوالی هم بود، سوال قویی هم بود واقعا، به درد بخور بود. خب باز دوباره یه سوال از تولمس گیاهی آوردم. سوالش هم واقعا یه سوال احتمالی بالاست، یعنی احتمالی خوبه که میخوام حلش کنم. یه نگاه بهش بنداز، یه نگاه ریز بهش بنداز. خب میاد آقا جون گل تک جنسی نر و ماده گیاه کدو وجه جا خالیش، حالا یا تشابه یا تمایز. خب بخونم. میاد میگه وجه تمایز گلهای نر و ماده، فقط یکی از آنها در زیر گلبرگهای خود واجد بخشی متورمه. آقا ناکن اونایی که در درس کلاس بنده بوده ان، چه در اینجا و در چه هر جای دیگه که صدامو دارن میشنون، خب عزیز دل برادر، اینو به لفظ فارسی اومدم گفتم که بخش ماده من میدونم که چیش، اون بخش نهنجش گوده نرم، نهنجش صافه. خب میگه فقط در یکی از اونها زیر گلبرگ بخش متورم داره، بخش تورم دار میبینم میگه، که البته تو بخش ماده هم تو من میتونم بیام میگه مال یکم متورم بوده، ولی فقط تو یکیش متورم، تو یکیش گوده. میگه وجه تشابهش اینه، هر دوی آنها دارای چندین گلبرگ زرد رنگ و متصلن. بله زرد و متصل، همین گفت جدا میشه آل بلو جی. شباهتش هر دوی آنها یاخته و توانه آغاز فرند لقا. آقا فرند لقا مال کیه؟ فرند لقا مال اسپرم و یاخته دو هسته‌ای و یاخته تخمزا. خب اینا میان شرکت میکنن که من میدونم همه اینها در بخش ماده ساخته میشه. پس اینکه نوشه در وجه تشابهش، مگه یه گلبرگ متصل نمیتونیم بگیریم؟ چرا گلبرگ های متصل به هم؟ پس چند تا گلبرگ به هم وصله؟ نه چند تا گلبرگ به هم وصله؟ بالاخره گلبرگ های متصل به هم دیگه، لفظ کتاب دیگه. آقا و من پس اینکه گفته شباهتش اینه که همه اینا اسپرم دو هسته تخمزا، غلطه، فقط تو بخش ماده درست میشه، پس وجه تشابه نیست، غلط. داد میگه فرقشون اینه، فقط در یکی از آنها امکان تشکیل تیغه میانی در بخش غیر از میان یاخته وجود داره. یعنی چی؟ این که تشکیل تیغه میانی گذاشته، یعنی تقسیم سیتوپلاست. میگه وسط نباشه. من از اینجا میدونم توی بخش نرم گرده رسیده تقسیم سیتوپلاسمش نامساویه، تو بخش ماده هم وقتی داره کیسه رویانی رو ایجاد میکنه تقسیم سیتوپلاسم نامساویه. پس این که گفته وجه تمایزشون غلطه، وجه شباهت. پس الف و ب درست، چند تاش درسته؟ پاسو میشه گزینه شماره دو. دالم غلط، مرسی. یعنی اونا که پای کار امروز من هستن میفهمن دارم چی حل میکنم، قشنگ دستگیر عزیزانمون هست، میگیری دارم چی میگم، لفظامو میفهمی. 14 میگه دوباره از 12 سال 14 رو ببین چی میگه. میاد میگه ساختار چی گفته؟ اولیه تیارنه چند تا رو نداره. ساختار اولیه ما اگر من بخوام بیام بکشم، بیام چی شکلی در میاد؟ یه دونه بازو، پادرمز بازو اینجا تا.
هر حلقه از این مولکول که دارای توالی پادرمزه در ساختار خوده این پایینی در دورترین فاصله نسبت به جایگاه اتصاله. خب این دوتا اصلا بد درو اینو دار. هر نوکلئوتیدی که با نوکلئوتید دیگر از این مولکول پیوند هیدروژن ایجاد میکنه اینجا هست بازوها نداره. میگه دارای چیه؟ در خارج از ساختار حلقه است. بله تو حلقه نداره. اونایی که سر کلاس درس من همه میدونن این حرفا رو زدم. دال هر حلقه در ساختار مولکول دارای چندین پیوند اشتراکی میان نوکلئوتیدهای با قند دئوکسیریبوز، دئوکسیریبوز که دنای رنای پس اینو نداره. هر بخش سه نوکلئوتیدی مولکول که دارای توالی آنتیکدونی آیویو، خب آیویو میشه جی آ آ، این که توالی پایان، اصلا توالی پایان پادرمزه نداره، غلط. پس چند تاشو نداره؟ پس میشه گزینه شماره 2. سوال بعدی یه سوالی از هفته دهم آوردم که شکل قشنگی هم هستش، شکلی ازش که باید بدونم. الان اگر دقت کنی به که کنده پوست درخت بوده طبق کتاب که دارای چوبپنبه، کامبیوم چوبپنبه ساز، پارانشین و آوند آبکش پسین. الفه چی؟ آوند چوبیامه. الفه آوند چوبیامه. 15 رو نگاه بنداز، گزینه انتخاب کن. پونزر حل کنم. میگه گروهی از آوندها در ساختار بخش ب، یعنی منظورش چیه؟ ب میشه آبکش، الف میشه چی؟ چوب. خب میگه آبکش ها فاقد دیواره ارضی بوده و در کنار هم قرار گرفته یاخته کوتاه. این که بچه مال عناصر آوندی آوند چوبیه، هیچ، غلط. ب میگه در مرکز ترین بخش برش ارضی ریشه گیاه لوبیا با قطرهای متفاوتی حضور دارد. در مرکز ترین بخش ارضی ریشه گیاه لوبیا که دو لپه است، یعنی همچین ریشهش هم گفته این شکلیه، آوندهای چوبین بله با قطرهای متفاوتی حضور پیدا کرده. الان آیا 15 گزینه دومشو درست بگیرم؟ یه جاش مشکل داره. کسی میدونه چیه مشکلش؟ کجاش غلطه؟ آه یکی بگه. بابا داره میگه چی؟ داره میگه به ارضی ریشه، میگه ارضی ریشه. لوبیا تگ لپه است. آها باریکلا بابا جان، در مرکز این بخش ارضی ریشه آوند چوبی داریم، این بخش بیمن که آبکشه دیگه. مرسی. چی ارضی اشتباه برای خودتون میان؟ حواستو جمع کن. بیمن که آبکشه، تو مرکز این چوبیه. میگه الف چوب دارای رسوبات سوبرینی در ساختار دیواره یاختای خود به شکلهای متفاوت. سوبرین نه آقا، لیگنین. چوب. چهار جواب. میگه الف چوبی، یاختهای با قطر بیشتری نسبت به یاختهای تشکیل دهنده آوندهای چسبیده به یاختهای همراه دارن، منظورش آوند آبکشیه. میگه قطر آوند چوبی از آبکشی بیشتره، 100% شکل کتاب. پس اون میشه گزینه شماره 4. سوال بعدی سوال 16، مراحل ساخت انسولین به روش مهندسی ژنتیکه. سوالی هم که امسال هم باز دوباره احتمالیه، احتمالی کنکور امسال، احتمال 16. همه نگاه کنن 16 رو ببین چی کارش میکنی. خب بله 7-12-16 میگه کلوم درست. میگه ژن مربوط به زیرواحد آی انسولین از یک سو در تماس با توالی راهانداز دیسک ناقل قرار میگیرن. آقا اصلا تو شکل کتاب اگه دقت کنی دیسک رو چی؟ راهانداز رو اینجا گذاشته، این ژن آی رو اینجا گذاشته، در یک طرفش وصلی. میگه تشکیل پیوند شیمیایی میان زیرواحد آ و ب پیش از خالص سازی زنجیره است. اصلا تشکیل پیوند شیمیایی بعد از ساخت اینا توی آزمایشگاه است. پیش از خالص سازی چطوری میخواست این کار انجام بدن؟ خدافظ. همه یاختهای مورد استفاده به عنوان میزبان دنای نو ترکیب ژن مربوط به یکی از زیرواحدهای انسولین را دریافت میکنن. درسته غلط؟ درسته غلط؟ آه
از همون شکل زد. آقا این از صفحه آخر گفتاریه که مگه همه باکتری های تو موی کش من دریافت میکردن؟ نه، فقط تعداد کمی. پس این گفته همه یاختاش غلط میکنه، حواست باشه. چهار، میگه تعداد نوکلئوتای قرار گرفته بین ژن مقاومت پادزیس و ژن زی واحد آ در دیسک ناقل بیشتر از تعداد نوکلئوتای توالی راه اندازه 100%. آقا راه انداز من تا کجاست؟ من میدونم راه انداز من اینقدر، یه توالی کوتاه، ژن آ اینقدر، پس یعنی قطعا تعداد نوکلئوتای اون بیشتره و پاسخ میشه گزینه شماره 4. سوال بعدی سوال جانوریه که اینم باز دوباره احتمالی 100%ه. این احتمالی 100% میذارم کنارش. ببین امروز چندومه؟ امروز 12ام، 13ام، 14ام، امروز 15ام دیگه، درسته؟ یعنی روز 15 خرداد ما دقیقا تقریبا 27 روزی وقت تا کنکور سراسری 1400 دارم. سوال احتمالی 100% چون میگم و این دوره جلسه یک جنبندی 100 سازمونه دیگه. و ببینیم سوالی هم که توش داریم حل میکنیم سوالی هستن که واقعا جوندارن و به درد بخورن واقعا. اما سوال 17 رو ببینیم چی میگه دقیقا. آقا نگاه کن، میگه در ساختار تنفسی ستاره دریایی که میدونم برآمدگی، برجستگی های برآمده و پراکنده پوسته آبشوش، اکسیژن به دنبال عبور از عرض دو لایه از یاخت ها در محل برجستگی پوسته وارد خون میشه. این یه تیکه شکل کتاب دو لایه است، یه لایه پوستشه، یه لایه آبشوش است، درست؟ خب ولی ستاره دریایی خون نداره. دو، در ساختار تنفسی کاکایی بالغ نزدیکترین کیسه هوادار به محل منشعب شدن مجرای نای گنجایش هوایی بیشتری از هر شش داره. آقا شکل کتاب هم اگر بریم دقت بکنیم کیسه هوادار چی بود؟ دو تا بالا بود، دو تا در کنارش بود، دو تا هم پایین تر بود. چند تا تست 50 تایی دارم یکی کل میکنم و من میدونم که آقا جون نزدیکترین کیسه هوا این بالایی هست که این بزرگه، بعد میاد میشه ششام که بعد دو تا کوچولو اینجا، بعد دوباره دو تا، قطعا این از ششات بزرگتره. پس میشه دو. سه، میگه در ساختار تنفسی اسبک ماهی، خوب گوش کن، اسبک ماهی ما آبشوش جهت حرکت خون در تیغای آبشوشی مشابه جهت حرکت، نه دیگه برخلاف. در ساختار قورباغه بالغ تنفسش هم پوستی هم ششی فشار مثبت، ورود هوا از حفره دهانی به هر دو شش همزمان با باز بودن بینی، نه دیگه بعد بینی رو ببنده هنگام دم. سال بعدی سوال شماره 18 درباره ساختار نای اومده سوال کرده. با در نظر گرفتن انواع لایه‌های سازنده بزرگترین مجرای تنفسی، بزرگترین مجرای تنفسی طبق کتاب درسی میشه نای. انواع لایه، خب اینجاست. میگه داخلی ترین لایه چیه؟ مخاط. به واسطه ترشح نوعی پروتئین با عملکرد اختصاصی، منظورش آنزیم چیه؟ بگو دیگه. لیزوزیم. در تخریب گروهی از عوامل بیماریزا که میدونم مال باکتری، دارای دنای متصل به غشا نقش ایفا میکنه. آقا دنای متصل به غشا میشه مال کی؟ میشه مال باکتریم دیگه، درسته؟ پس یعنی لیزوزیم میتونه باکتری رو از بین ببره. پاسخی دو، قطورترین لایه میشه چی؟ لایه ماهیچه غضروفی. دارای اجتماعاتی از یاختهای متصل به غشای پایه است که نوعی ترکیب شیمیایی بروز از طریق مجرا ترشح میکنه. آقا اجتماعی از یاختهای متصل به قشر پایه منظورش قده برونریزه. قده برونریز مال کیه؟ مال زیر مخاطه. قطورترین لایه غضروفی ماهیچه، پس این مال این نیست. نازکترین لایه مخاط از طریق زوائد قشایی همه یاختهای خود. آقا میدونم نازکترین لایهش لایه مخاطی من موجک داره، اما همه سلولای اونجا موجک ندارن، پس این همه یاختها غلطش میکن. چهار، میگه خارجی ترین لایه یعنی پیوندی. به کمک یاختهای رشته پروتئینی با خاصیت ارتجایی رو به فضای بین یاخته اندک میریزه. آقا داره میگه آقا جون بافت پیوندی بیرونی رشته پروتئینی درست میکنه، کلاژن هم درست میکنه، اما یاد باشه بافت پیوندی سوس فضای بین یاختهش اندک نیست، بافت پیوندی متراکم فضای بین یاختهش اندک نیست، فضای بین یاخته اندک مال بافت پوششه. پس میشه گزینه 1. سوال بعدی سوال شماره 19، در یک گیاه نهاندانه ریشه دار یاخته بالغی از سامانه بافت زمینی که میتونه از نظر ظاهری به جا خالی شباهت داشته باشه. پس ما بعد آقا جون بیایم دو تا بخش اول دومم هر دوتاش به هم چی باشن؟ شبیه باشن دیگه. اوکی بخونمش. میگه در قده، خب گوش کن، میاد میگه در قده گیاه سیب زمینی به ذخیره پلیسکارید قابل حد در لوله گوارش انسان میرم. تو قده سیب زمینی میدونم ساقه است، خب به ذخیره پلیسکارید قابل هضم میرم منظورش نشاسته است.
یاخت‌های بالغ از سامانه بافت زمینی که میان نشاسته رو ذخیره میکنن، میگه میتونه از نظر ظاهری شبیه مرده هر دو نوع بافت آوندی باشن. آقا هر دو نوع بافت آوندی، من میدونم آوند آبکشی من درست خودش زنده است اما هسته نداره، همراهش هم چون که یارو نهاندانه ریشه داره همراه هم توش وجود داره اما هسته داره و زنده است. پس اینکه نمیشه هر دو نوع مرده داره غلط. هیچ. میگه در اطراف کانال‌های سیتوپلاسمی خود با یاخته مجاور دیوار نخستین ضخیم و غیر چوبی داره. اصلا ما دیوار نخستینمون ضخیم نیست، دیوار نخستین همیشه نازک. بعد حالا کار نداریم اصلا ما این دیوار نخستین ضخیم مثلا فرض کنیم اسکرانشیم. خب میاد میگه در اطراف کانال خود، اوکی، میگه میتونه از نظر زاری به یاخته دارای لانهای انشاب دار در دیوار، منظورش چیه؟ انشاب ستار. اونایی که سر کلاسم بودن منظورش چیه بفرمایید؟ از نوع اسکرانشیم دیگه، اسکولروید. یعنی واقعا کلانشیم شبیه اسکولرویده؟ غلط. از پلیساکاید رشته دیوار آن برای تولید انواع بافتا منظورش فیبره. میگه از نظر ظاهری به دارای توانه تقسیم هسته پس از ورود نیش حشرات به گیاه، منظورش چیه؟ پارانشیم. میگه فیبر شبیه پارانشیم. فیب که مرده است چطوری شبیه پارانشیم؟ این دیواره پسین ضخیم داره، دیواره نخستین نازک داره. 4. در تشکیل مجموعه یاخته قابل حس در زیر دندان پس از خوردن گلابی، بازم اسکرانشیم، اسکولروید دیگه. نه من میگه موجود در تمام سامانه‌های بافتی ساقه درخت آلبالو. آقا موجود در، میگه لحاظ ظاهری در تمام سامانه‌های بافتی ساقه درخت آلبالو. کدوم یکی از سلول‌ها در همه سامانه‌های بافتی وجود داره؟ پاسخ اونم میشه گزینه 4. بس. در تمام سامانهای بافتی ساقه درخت آلبالو کدوم سلولمون که هم وجود داره؟ یکی بگه دیگه. مرسی. پارانشیم. پارانشیم. میگه آقا جون این اسکولروید من قیافتا خیلی شبیه پارانشیمه. اسکولروید رو چه شکلی کشیده بود؟ چند وجهی اینطوری. پارانشیم هم که چند وجهی نامنظم و هسته. پس اون میشه چون قیافه اگه بخواد تست تر بکنه از گیاهی، تست شاید که دوباره یه گیاهیه دیگه. سال 20 حل بکنیم. میگه چند مورد از عبارزیر غلط. یه نگاه بکن، ریشه و ساقه تک لپه دو لپه رو میخواد هم شخصا با خودشون مقایسه بکنه و هم بیاد یکی دیگر رو با یکی دیگر هم حتی بیاد مقایسه بکنه. خب سال 20 ببین میگه در ساختار ریشه تک لپه ای که من میدونم آقا ریشه تک لپه این دستشات آوندیش اینچوریه، وسطش هم مغز، میگه میتوان ساختاری منشعب شده از محل قرارگیری دستشات آوندی مشاهده کرد. بله میبینم آقای انشاب ریشه جدید اومده بیرون طبق شکل کتاب. میگه تو ساقه تکلپه‌ای که میدونم خر تو خره نمیتوان دستای فیبر نزدیک به یاخت‌های تمایز نیافته رو پوستی یافت. غلط. آقا توی ساقه تکلپه‌ای من این شکلیه و دستشات آوندی لبه هم هست، پس میتوان یاخت تمایز میتوان چی افت. غلط. میگه ریشه دو لپه‌ای نمیتوان فعالیت بیشتری مریستم نخستین در جهت تولید سامانه بافت زمینی نسبت بافت آوندی باشه. چرا دیگه؟ تو ریشه دو لپه من این وسطش آونده است، بقیه همش بافت زمینی، پس بافت زمینی بیشتر میسازه. کی گفته نمیتونه؟ داد. میگه تو ساقه دو لپه میتوان در بخش مرکزی دسته آوندی زیر پوستی یاختای دوکی شکل دید. آقا یاختای دوکی شکل من میشه چی؟ یاختای دوکی شکل من میشه عناصر آوندی؟ نه، اون یکی دیگه. یه عنصر آوندش میشه تراکه. تراکید هم آوند چوبیه در مرکز هستش. پاسو میشه گزینه شماره 3. دو موردش غلط. سال 21 از 3 11. چقدر سال خوبی. میگه کدوم گزینه از نظر درستی یا نادرستی و بقیه متفاوت. میاد تار و تارچه و سارکومه رو دست تار و این چیزها رو تو سال 21 میخواد با هم مقایسه بکنه. خب ببینیم بچه ها چی میگه عملا؟ حلش کنم. میاد میگه آقا در هر تار، میدونم تار میشه سلول،
میگه قرارگیری چندین اندامک احاطه کننده نای خطی در مجاور هسته در مجاور فسفولیت قشا استبلایز محتمل 100%. من میدونم آقا توی تارها چند هسته نزدیک به قشاست. میگه توی سارکومر زد اکتی میوزین افزایش سوخت و ساز اسیدهای چرب به دنبال انقباضهای طولانی مدت عضله محتمله. بله چون گلوکوزش تمام میشه میزنه تو سوخت و ساز اسید چرب و حالا پروتئین ادامهش هم حالا هر چیزی. اوکی. میگه تو هر تارچه من که میشه همون چی از سارکومرها تشکیل شدن دید. تغییر زاویه ساخته شده توسط سرای میوزین و دومان بلافاصله پس از جدا شدن این پروتئین از اکتین محتمل است. بله دیگه وقتی جدا میشه میخوابه دوباره بلند میشه، میخوابه میوزین دوباره بلند میشه. میگه دست تار تماس با غلافی که یاخت‌های موجود در آن ضمن داشتن ظاهر دوکی شکل فاصله بین یاخته فراوانی دارن غیر محتمله. آقا غلافه میشه بافت پیوندی چی؟ بافت پیوندی متراکم. بافت پیوندی متراکم یاخت‌هاش اونایی که 1-10 منو دیدم و موقع تدریس دیدن گفتم سلش دوکی شکله، هستش هم وسطه. میاد میگه تماس با غلافی این پیوندیه غیر محتمله. بلکه دست تار دورشون غلافه پیوندی وجود داره دیگه، چی غیر محتمله؟ و پاسخ میشه گزینه 4 همین غلط. سال بعدی سال شماره 22 که تو کنکور 97 اومده تو کنکور 99 اومده، خب این سال مهمیه دیگه، سال مهمیه، یه نگاه بهش بنداز. سال 22 رو نگاه بنداز. مرسی. خب 22 بیه کدوم غلط؟ میگه آقا یک چیه؟ خب یکی که نامگذاری کنم، دوه که میشه اون مایه مفصلی، سه میشه کپسول، خب چهار میشه لایه سازنده مایه، یکم که میشه غضروف سر استخوان. خب میاد میگه گروهی از گیرندهای حسی موجود در بخش سه. من میدونم گروه گیرندهای سه، میدونم چه داره میگه، حس وضعیت رو داره میگه. میگه چگونگی قرارگیری استخوان نسبت به هم را مغز اطلاع میده. بله میگه در صورت بیشتر شدن سرعت تخریب بخش یک یعنی غضروف نسبت به سرعت ترمیم آن بیماری مفصلی بروز می‌کنه. خب معلومه دیگه تخریب. ترشحات لغزنده یاخته بخش شماره 4 یعنی همون سازنده مفصلی در تسهیل حرکت استخوان در همه مفاصل بدن نقش ایفا میکنه. آقا به نظرتون سه مشکل داره؟ آیا ما تو همه مفصلا، مرسی، مگه ما تو همه مفصلا بچه‌ها این ساختار رو داریم؟ خیلی مخصوص مفصل متحرک. پس اینکه گفته در همه مفاصل غلطش میکنه. 4 بخش 2 با پر کردن فضای بین استخوان‌ها در محل استکاک رو کاهش میده. بله مایع مفصلی میاد این استکاک رو کاهش میده. به به. سوال 23 دوباره در مورد تولیمس گیاه نهاندانه است. سوال 100 درصدی 1401 حداقل میتونیم بذاریمش. یه دونه 1401 که 100 درصدی میندازم تنگش تا همه بفهمن که اوزا دست کیو از چه قراره. که تا 25 میریم برای استراحت میکنیم دوباره برمیگردیم. خب سال بعدی سال 23 ببین چی میگه. میگه در نوع گیاه نه بزرگترین یاخته دانه گرده رسیده، منظورش رویشی، در نتیجه انجام تقسیم میتوز باعث تشکیل لوله. بچه‌ها برای تشکیل لوله گرده رویشی میتوز نمیکنم. غلط. میگه موجود در بخش مرتبط کننده رویان به گیاه ماده، منظورش سلول بزرگ پایینی است، فاقد اتصال به ریشه رویانیه. بله اصلا به ریشه ساختار رویانی اون وصل نمیشود، اون پایین پایینه به لپه اومده نهایت وصل شده. پس این درست. میگه بافت خورش در نتیجه تقسیمات میتوزی کیسه شامل 8 یاخته را ایجاد میکنند. خیر 7 یاخته 8 هسته، کیسه رویانی 7 تا سلول با 8 هست. حاصل از تقسیم اولی یاخته تخم اصلی یه دونه کوچیکه یه دونه بزرگ در پی تقسیم میتوزی متعدد ساختار قلبی شکل رو ایجاد میکنه. گفته بزرگترین یاختش، بزرگترین یاختش این بخش پایینه، اون رویان من که میشه لپه که ساختار قلبی شکل، این بخش بالاییشه بزرگت. پس این غلط. و پاسخ ما میشه عملا گزینه شماره 3 فقط مورد ب درست بود. سوال برای سوال 24 از اسپیروگرام آوردم، درباره انواع دم و بازدم هاش میخوایم نظر بدیم. میگم آقا این وقتی میخواد دم و بازدم انجام بده تو هر کدوم آقا مثلا حالا چه ساختاری منقبض میشه، ساختار منقبض میشه. خب میگه گزینه 1 کدوم درسته؟ نحو متفاوتی. وقتی گفت نحو متفاوتی یعنی باز دوباره بیای صحیح غلط کن ببین کدوم یکی مشکل داره. خب میگه در حد فاصل سی تا دی، سی که من میدونم یه دونه دم عادی هوا برمیگرده، دوباره یه بازدم عادی، به دنبال انقباض پایین ترین مایچه موثر. پایین ترین مایچه موثر منظورش مایچه های شکمیه دیگه. میگه به دنبال انقباض پایین ترین مایچه ها فشار در نوبک شدیداً افزایش پیدا میکنه. آقا از سی تا دی ما اصلا بازدم عمیق نداریم که بخواد مایچه شکمی کمک کنه. پس این غلط.
میگه از آ تا ب، از آ تا ب، یه دم عادی، یه دم عمیق، یه بازدم عادی، یه دم عادی، یه بازدم عادی. خب میگه در پی انقباض ماهیچه‌های اطراف تیروئید من، یعنی گردن، ماهیچه‌های گردنی تو دم عمیقه، از فاصله میان دو لایه پرده جنب اطراف شش کاسته میشه. آقا هنگامی که دم میکنی، هنگامی که دم میکنی، میگه که آقا از آتابی در پی انقباض ماهیچه، یعنی ماهیچه گردنی، یعنی دم عمیق، میگه تو دم عمیق فاصله میان دو تا لایه پرده جمع کم میشه یا زیاد. نکته مهم یا ها آها بابا، زمانی که نه تغییر میکنه نکن، زمانی که داره استراحت میکنه به هم چسبیدن، زمانی که دم میکنه میره اونوری اینو میکشه، پس فاصلهش زیاد میشه، پس این گفته تی دم کاسته میشه غلط. میگه از بی تا سی، از بی تا سی یه بازدم عادی با عمیق، پایین ترین مرکز تنظیم کننده تنفس یعنی بصل، پیام مهاری به منظور توقف انقباض ماهیچه دیافراگ میفرستن. آقا جون دقت داشته باش، ما واسه این که ماهیچه دیافراگمون فقط دستور انقباض میفرسته، دستور استراحت نمیفرسته، پیام که قطع بشه دیگه انگار عملا میره تو استراحت، پس این که نوشته دستور توقف انقباض هم چیز غلط، دستوری نمیفرسته که انقباض نمیکنه. 4 از بی تا دی، دم بازدم عادی، بازدم عمیق، بازدم دم عادی، بعد بازدم عادی. میگه هر حجمی که منظور خروج از شش نیازمند انقباض گروهی از ماهیچه هاست، منظورش اینجا چی؟ بازدم عمیق هاست. میگه حجم بیشتر از هوای باقی مانده داره، حجم باقی مانده که 1200 بازدم عمیق 1300. خب قطعا درسته، پاسو میشه گذاشتن شما 4، سه تا دیگه غلط بود، 4 درست. و سوال آخری که میخوایم توی پارت 1 کلاس ما حل کنیم، سوال شماره 25. ببین چی میگه. میاد میگه با توجه به جانوران مطرح شده در کتاب زیستشناسی 1 در ساختار دستگاه گردش خون جانوری. خب اولا دقت کن تو این سوال که ببین تو گزینه‌هایی که داره میگه، شاید یارو اصلا دستگاه گردش خون نداشته باشه، گولت نزنه، این نکته، گولت نزن. خب میگه تنها از طریق تنفس پوستی به تبادل گاز با خون بزنه، ازش کرم خاکیه. میگه منافذ دریچه زال قلب در زمان انقباض آن بسته هستند. آقا دقت داشته باش، میگه منافذ دریچه دار قلب در زمان انقباض آن بسته هستند، درسته یا غلط؟ ها مرسی بابا، منافذ دریچه دار قلب که مال کرم خاکیه نبود، که مال ملخ گردش مواد باز داره، پس اصلا مال این نیست، اصلا قلب انسان که منفذ نداره، منفذ دریچه. لولای مالپیگان در دفع اوریکاسی نقش مهم داره، ملخه، ملخ که اصلا گردش خون نداره. اسکلت درونی هم فقط یاخته غضروفی داره، میشه ماهی غضروفی، کوسه ماهی فلان، ماهیه دیگه. در محل اتصال قوی ترین حفره قلب، منظورش بطن، به مخروط سرخرگی نوعی دریچه وجوده. بله، بین سینوس سیارگی و دهلیز دریچه، بین دهلیز و بطن دریچه، بین بطن و مخروط سرخرگی هم دریچه، کاملا درست. شکل کتاب پاسخ اونایی که درس منو دیدن میدونن. 4 باز سازوکاری شبیه قورت دادن فلان را فلان میکنه، قورباغه. میگه خون تیرو روشن پیش از ورود به قلب مخلوط میشن، برعکس توی بطن مخلوط میشن، قلب سفری. پاسخ میشه گزینه شماره 3. تقریبا چقدر شد؟ تقریبا یک ساعت فیکس شد، 25 تا سوال اولش، یه چند دقیقه استراحت میکنیم، دوباره برمیگردیم. الان ساعت 8 و 6 دقیقه است، 8 و ربع برمیگردیم واسه ادامهش، کسی هم خارج نشه کلاس. پس ادامه سوالاتمو میارم الان اینجا میذارم، میشه ساعت 8 و 15 ادامهش. میریم برمیگردیم، دمت گرم. ادامه 8 و ربع. ادامه 8 و ربع برمیگردیم. برگشتیم با ادامه داستانمون. سلام سلام سلام، صدام داریم بچه ها؟ هنی با هم بخورم. خب مرسی، سلام مجدد، سلام سلام سلام. خب بریم واسه ادامه داستان خودمون. سوال بعدیمون سوال شماره 26، بریم ببینیم که چی میگه. خب بریم فصل 7 10 سوال تر کردیم. خب
میگه در هر مسیری به منظور انتقال مواد در عرض ریشه گیاه فاقد یاختای معبر. یاخته عرض ریشه نوع گیاهی که یاخته معبر نداره، میدونم که در درون ترین لایه پوستش یا همون آندودرمش یاختای چهار وجه سوبرینی شده و میبینیم. میگه ممکن باشد قطعیه. میگه عبور مواد از فضای سیتوپلاسم، از فضای سیتوپلاسم یا یاخته به یاخته است یا به صورت مسیر پروتوپلاستیه. میگه نقش داشتن پلاسمودسم حتمیه. نه دیگه، ما میدونیم که آقا تو فضای سیتوپلاسم تو حالتی که سلول به سلول دیگه پلاسمودسم نقش نداره. میگه دیواره یاخته ممکن است نقش داشته باشه تو همه مسیرها بجز مسیر پروتوپلاست، یعنی تو سیمپلاست و قشا یاخته به یاخته. نه، عدم عبور مواد از قشا یاخته، من میدونم تو حالت قشی یاخته به یاخته قشام داره رد میشه. میگه خارج ترین یاختهای پوستو که داره رد میکنه، میگه انجام آن در لایه ریشه زا قطعی است. آقا خارج ترین یاختهای پوست فقط مسیر پروتوپلاستی باز نمونه و انجام آن در لایه ریشه زا که بعد از لایه آندودرمه باز دوباره به هر سه مسیر باز میشه دیگه. پس سه جواب. میگه یاختای درون پوسته، یاختای درون پوست منظورش منظورش همون چیه؟ مسیر پروتوپلاستی. میگه عبور مواد از فضای بین یاختای قطعی نیست دیگه، تو پروتوپلاستی به فضای بین یاختای کار نداریم و از عملا یه پروتوپلاست از یه سیتوپلاست به یه سیتوپلاسم دیگه است. اما سوال بعدی کنکور احتمالی 100% 1401 سوالی که میخوام این زیر حل بکنم. یه نگاه بهش بنداز سوال 27 رو. خب سوالش رو بخونم، سوال صورت سوالش هم سوال سنگینه. میگه آقا با توجه به شکل مقابل نشان دهنده اجزای مختلف دانه های ذرت و لوبیاست، میتوان با قطعیت گفت وجه تشابه بخشی که با شماره فلان مشخص شده و بخش مشخص شده با حرف فلان در این است که هر دو. خب ببین چی میگه. میگه بخش چار میدونم اندوسپرم تکلپه است. سه بچه ها چیه؟ سه بالترین بخش میدونم چیه؟ لپه است. دو چیه؟ خود رویانه که در بالاست میشه ساقه رویانی. یک هم چیه؟ میشه ریشه رویانی. از اون ور سیاه چیان؟ سیاه میدونم لپه آن. به چیه؟ ریشه رویانیه. آه چیه؟ ساقه رویانی. خب میگه بخشی که با چار مشخص شده اینه اندوسپر و بخش مشخص شده با حرف سی که لپا باشن. میگه ضمن تشکیل پیش از لقا، میگه قبل از لقا، پیش از لقا به عنوان نوعی ذخیره غذایی برای رویان در حال رشد محسوب میشه. آقا ضمن تشکیل پیش از لقا، اصلا آقا اینا مگه بخش رویان اندوسپرم نیست؟ میگیم چرا، چطوری میخواد پیش از لقا تشکیل شده باشه که؟ هیچ. میگه بخش یک یعنی ریشه رویانی همانند آ ساق رویانی میتونه در چرخه کالوین، منظور فلان اکبر باشه، منظور فتوسنتز. آقا نه ریشه رویانی نه ساق رویانی که فتوسنتز، اون برگ رویانی که تازه تو بعضی از دولپه‌ای که میاد بیرون خاک فتوسنتز میکنه. میگه سه. میگه بخش دو یعنی چی؟ بخش دو من میدونم چیه؟ ساق رویانیه. همانند بی که اون هم ریشه رویانیه، حاصل تقسیمات میتوزی متوالی یاخته کوچکتر حاصل از لقای یاخته و تخم تخم اصلی است. 100% رویان دیگه. سه جواب. 4 میگه سه و سی. سه میلیون لپس، سی هم میلیون لپس. ضمن ساخت آمیلاز در خارج ترین لایه خود. آقا ساخت آمیلاز توی لایه گلوتن داره، لایه گلوتن دارم که مال خارج ترین سلول های اندوسپرم، نه مال حالا رویان خود رویان دیگه. اصلا مال اون نیست. پس اینم به خاطر این غلط. هورمون جیبرلین تاثیر. سوال 28. میاد یه سوال خیلی ساده گذاشتیم درباره ساختار قشا یاختای جانوری و حواست باشه گفته کدوم تکمیل نمیکنه. بعد اینجا من جانوریشو گذاشتم که حواسم باید به چی باشه؟ حواسم باید به اون کلستروله باشه دیگه. حواسم باید به اون کلستروله باشه. خب سوال 28 حل کنیم. ببین چی میگه. میگه به طور معمول فقط، میگه یکی از لایه‌های فسفولیپیدی در تماس با هر مولکول کلستروله. خب بله، من میدونم آقا این دو لایه هر لایه کلسترول فقط تو همون لایه است. میگه بعضی از پروتئین سراسری یا منفذی بر فقط بعضیشون، بله. میگه بعضی از فسفولیپیدهای لایه خارجی با مولکولای کربوهیدراتی در تماسن، بله همشون در تماس نیستن. میگه برخی از مولکولای پروتئینی تنها با یک لایه فسفولیپیدی قشا در تماسن، بله. اما ناکن میگه الان بین این چهار تا کدوم یکیش غلط میشه بچه‌ها به نظرتون؟ گزینه 3 رو نگاه بندازین.
کجاست؟ کجاش مشکله؟ آها نگاه کن، میگه فقط فسفولیپیدهای لایه خارجی با مولکول کربوهیدرات در تماسن. من میدونم آقا جون علاوه بر فسفولیپید، کربوهیدرات یا به فسفولیپید وصل میشد یا میومد به پروتئین وصل میشد، یعنی به پروتئین هم میتونه وصل بشه. پس به خاطر این گزینه گزینه غلطی و پاسخ میشه گزینه شماره 3. سوال بعدی سوال شماره 29. سوال درباره تمام، اینم 100 درصدی 1401 میذارم کنارش، 100 درصدی 1401. سوال 29 ببین چی میگه. سوالش هم سوال به درد بخور قشنگیه دیگه، اصلا همه سوالهایی که دارم حل میکنم سوال به درد بخوری بودن واقعا. خب ببین چی میگه. میگه اولین ترکیب کربوندار فاقد فسفات تولید شده درون اندامک راکیزه به مولکول کوانزیما متصل. میگه اولین ترکیب کربوندار فاقد فسفات، من میدونم فاقد فسفات اولین ترکیبی که فاقد فسفاته و داره تولید میشه کربن دارم هست CO2 است، چون بعدش که NADH که توش نوکلئوتید داره فسفات داره. میگه اون میاد به مولکول کوانزیم A متصل میشه. آیا CO2 میاد به مولکول کوانزیم A متصل میشه؟ آره؟ نه دیگه، این اولا داره CO2 رو میگه، اونی که به کوانزیم A وصل میشه استیل است، پس این غلط. میگه اولین ترکیب حامل الکترون تولید شده توسط آخرین پروتئین زنجیره انتقال الکترون تجزیه میگردد. اولین ترکیب حامل الکترون من NADH توسط آخرین، نه توسط اولین تجزیه میشه. آخرین مولکول دو فسفات تولید شده به همراه یک مولکول دو فسفات وارد واکنش نهایی قندکاف میشود. آقا نکن آخرین مولکول دو فسفاتی که داریم اسید دو فسفات است. اسید دو فسفات به همراه یک مولکول دو فسفات وارد واکنش نهایی قندکاف می شود. آقا آخرین مولکول دو فسفاتی که دارم عملا خدمتتون عرض کنم که اگر بخوام دقت داشته باشی میشه اون اسید دو فسفاتم. به همراه یک مولکول دو فسفات وارد واکنش نهایی قندکاف می شود دیگه. این نه، این غلطه. کسی میدونه کجاش غلطه؟ جیمو کسی میدونه؟ فکر کن باریکلا. خب این فایلمون هم رسید. آها درست، همونه دیگه، اسید دو فسفاته به همراه ADP. میگه آخرین مولکول CO2 حاصل تجزیه ترکیبی با 4 پیوند کربن کربن در مرحله سوم فرآیند چرخ. فرآیند چرخ منظور چرخه کربس. حاصل تجزیه ترکیبی با 4 پیوند کربن کربن، 4 پیوند کربن کربن یعنی 1 2 3 4، یعنی 3 تا، اینم 4 تا. میگیم آخری 5 کربن به 4 کربن دیگه، خب آخرین CO2 هم همینجا ساخته میشه. پس عملا چند تاش نامناسبه، پاسخ میشه گزینه شماره 2. البته سوال 29 رو یک دقت داشته باش. میگه طی واکنش تنفس حوازی، وقتی طی واکنش تنفس حوازی رو داریم، من میدونم که آقا این واکنش جیم من که میدونم قند کافت رو داره بیان میکنه، قند کافت من حواسمون نیست، نیازمند O2 نیست، پس اینم غلط. پس اون چه فرق گزینه 1. سوال بعدی سوال شماره 30. سوال شماره 30 رو دوباره اومدیم تر کردیم از فصل 6 دهم. نگاه کن میگه به طور معمول خارجی ترین، داخلی ترین، بعضی ترین، مستحکم ترین. این سوالش هم سوال قشنگیه دیگه، سوال قشنگ میگه. ببین به طور معمول در ساختار پوست، من میدونم پوست میشه چی؟ میشه یاختای چوب پنبه، خود کامبیوم چوب پنبه، پارانشیم، آوند آبکش پسینا، آبکش پسینا. خب میگه داخلی ترین سلول هاش میشه آبکش پسینا، توسط مریستمیه که جزی از ساختار پوست درخته، نه دیگه، جزی از در فاصله بین دستجات آوندیه، غلط. میگه خارج ترین چوب پنبه زنده بوده، چوب پنبه مرده است. بعضیاشون دارای سرعت تقسیم زیادی بوده و در تشکیل بیشتر حجم برش ارضی ساقه درخت نقش دارن. آلبالو دولپس بیشتر برش ارضیشو زمینه تشکیل میده. بعد بعضیاشون که داره تقسیم سرعت زیاد، منظورش یاخته کامبیومیه. کامبیومی که این داره میگه آقا در تشکیل بیشتر حجم برش ارضی ساقه درخت نقش داره. بیشتر حجم برش ارضی ساقه درخت آوند چوبیه که اون یکی میاد سلای چوب پنبه و پارانشیم میسازه. پس این اون نیست. اینا با هم فرق میکنه.
4. مستحکم‌ترینش میشه چوب پنبه‌ای. در مناطقی از سطح گیاه اصلا فاصله گرفته تا گازهای مورد نیاز، منظورش عدسکی، کاملا درست، چوب پنبه میرن کنار. پس چند تاش غلطه؟ پاسخ میشه گزینه شماره 3. سوال بعدی از شکل سوال کنکور 1401 آوردم. چیه این سوالم؟ اومدیم ساختار ملخ رو گذاشتیم دیگه. ببینیم یکی یکی چیه. اولا سوال 31 درباره ملخه، پس ما از روی این شکل بعد درباره تنفسش هم حواسمون باشه، خوبم حواسمون باشه. ببینیم چی می دیگه. یک که می دونم چیه؟ معده است. دو می دونم چیه؟ مالپیگه. سه روده است. چهارم راست روده است. خب میگه بخش دو مثل بخش سه یونهای مترشح مایع میان بافتی را به طور مستقیم یا غیر مستقیم دریافت میکنن. دو همانند سه، سه که لوله مالپیگی میگیره، دو هم که خودش لوله مالپیگیه دیگه، پس به طور مستقیم یا غیر مستقیم داره دریافت میکنه. میگه بخش یک برخلاف دو، یک برای میگه معده برخلاف مالپیگ موجب ورود مواد غذایی گوارشی یافته به محیط داخلی بدن میشود. لوله مالپیگی که جذب نداره، جذب اصلی ملخ هم که تو معده است، محیط داخلی هم این جذب دیگه، این درست. بخش سه مثل یک، آنزیمای موثر در گوارش مواد غذایی به درون پیش معده تخلیه میکنن. برعکس پیش معده و کیسای معده میریختن به معده و کیسای معده میریختن به پیش معده، ولی سه همانند یک روده که همچین کاری نداشت. غلط. میگه بخش دو برخلاف بخش چهار، نوعی ماده زائد نیتروژن داره با صرف مولکول ATP به درون روده جانور میریزد. بخش دو برخلاف چهار، نوعی ماده زائد نیتروژن داره با صرف مولکول ATP به درون روده جانور میریزد. آقا اگر دقت داشته باشی کجای کتاب گفته که آقا جون لوله مالپیگی من خدمتتون عرض کنم که با صرف مولکول ATP میاد همچین کاری رو انجام میده؟ هیچ. پس اینم غلط. تا پاسخ هم میشه گزینه شماره 2. سال بعدی سال شماره 32. سال قشنگی هم هست. درباره ساختار مغز دیگه. شکلشه دیگه. شکل ساختار مغز. خب سال شماره 32. ببین چی میگه. میگه کدوم درست. میگه به طور معمول هر لوبی در یکی از نیمکره از حدیم‌ترین بخش مغز که میشه مخ. هر لوبی که از نمای بالا قابل مشاهده نیست من میگم گیجگاهه. پیام عصبی حاصل از گیرنده‌های نوری که پس سر هیچ نسبت به سایر لوب‌های مخ کوچیک‌تر است، می‌دونیم کوچیک‌ترین پس سر در تماس مستقیم با استخوان جمجمه است، نه دیگه در تماس مستقیم نیست، پردای مننج بینشون. پس از مصرف کوکائین بهبودی کمتری داره لوب پیشانی. مرز مشترکی با عمیق‌ترین شیار ساختار مخ دارد دیگه. آره دیگه این لوب پیشانی من اینطوری با این شیار وسطی مرز مشترک در تماس با سه لوبه دیگر از این نیمکره قرار دارد، همیشه پس سری، ببخشید همیشه آیان، همیشه گیجگاه، میتونه مرز مشترکی با مهمترین اندام موثر در حفظ تعادل این مخچه داشته باشه. خب آقا جون ناکن گذاشته دیگه، هر لوبی که گذاشته پس سریم که در تماس، ببخشید گیجگاهیم در تماس و مخچه است اما آهیانه نیست، پس برای هره غلطش میکنه. پا پاسون میشه گزینه شماره 3. سال بعدی سال شماره 33 هستش. سال قشنگی هم هست. ببین چی میگه. میگه کدوم گزینه در ارتباط با موقعیت بخش‌های تشکیل دهنده قلب و رگ‌های متصل بر آن صحیح نیست. یعنی میگه درباره قلب و رگ کدومه که غلط. خب درباره جلوی ترین رگ و عقبی ترین رگ و این داستانا میاد صحبت میکنه که یه سری تفکرات داره، میخوام دربارهش صحبت بکنیم. خب ببین کدومه. میگه آقا جلوی ترین رگ که در جا دست میگه کجاست، میشه چی؟ سرخرگ آورت. در سطح بالاتری از مدخل بین بزرگ سیارگ زبرین و دهلیز راست به انشاب راست و چپ تقسیم میشه. خب مدخل ورودی به سیارگ زبرین دهلیز راست رو مگه اینجا بگیرم، محل انشاب راست و چپ اون بالای قلبه 100%. مدخل ورودی خون به دهلیز چپ از هر سیارگ ششی در سطح بالاتری از دریچه سینی شکل ابتدای سخرگ ششی است. آقا دقت داشته باش، مدخل ورودی خون به دهلیز چپ، من میگم آقا اگه دهلیز چپ هم باشه دو تاش اینجاست، دو تاش از اون پشت میاد به این بربست میشه. بعد در سطح بالاتری از دریچه سینی شکل ابتدای سخرگ، دریچه سینی شکل ابتدای سخرگ ششی اینجا میفته. پس این 33 من گزینه 2 اگه دقت کنی یه سوال خیلی تخصصی از شکل کتاب دیگه، کاملا درست. سوال بعدی میگه گزینه آخرین رگ همکننده خون مسیر گردش عمومی، آخرین رگ همکننده میشه بزرگسیارگ زیر زبرین، ضمن عبور از پشت قلب به دهلیز حاوی سه مدخل سیارگی، یعنی دهلیز راست وارد میشه، درست. میگه بخش صعودی و
بخش نزولی بزرگترین سخرگ بدن یعنی آورد از سطح جلویی سخرگ ششی منتقل کننده خون به ششها عبور میکنه. آقا بخش سعودیش نکن، بخش سعودیش اگه این من بگیرم سخرگ آورت من، بخش سعودیش بله در جلوش قرار میگیره، این میاد اینطوری از پشت، اما بعدش که منشعب میشه از پشتش، پس این گفته کلن از سطح جلویش رد میشه، واسه بخش نزولی این قضیه غلط و پاسخ هم میشه گزینه شماره 4. سوال بعدی سوال قشنگه، میگه با توجه به متن و نکته‌ای که کتاب درسی گفته چند تاش قابل انتظار هست، یعنی چند تا از این الف به جیم داله رو من میتونم بیام ببینم که میخوام با هم بررسیش کنیم دیگه، میخوام با هم بررسیش کنیم ببینیم. خب ببین میگه عدم وجود ژن در حد فاصل بین دو توالی راه انداز پشت سر هم. آقا دقت داشته باش، من اگه یه توالی راه اندازم اینوری باشه اینوری بره، یه راه اندازم اینوری باشه اینوری بره، ژنا اینجا و اونجا، این فاصلهش دیگه ژن نداره. میگه ساخت توالی دیوکسی ریبونوکلئوتیدی از روی توالی ریبونوکلئوتیدی. آقا داره میگه دنا رو از روی رنا بسازی. بله از 7-12 میدونم از رنای ویروس دنا میسازی. توالی دو رنای مکمل در پی رونویسی رشته الگو و رشته رمزگذار یک ژن. اصلا تو هر ژن یک رشته به عنوان الگوی، اونی که اصلا رونویسی نمیشه این انتظار نداره. داد عدم اتصال رنای ناقل به اولین توالی سنوکلئوتی رنای پی که چسبیده به زیگوارد کوچک. بله این میاد آقا جون، اگه ام ار ان ای اولین آی یو جی رو پیدا میکنه از اونجا میچسبه، قبلش هم شاید چیزی داشته باشه مثلا به اونا کاری نداره. پس مورد انتظارم پاسخ میشه گزینه شماره 3. سوال بعدی سوال شماره 35، در ارتباط با معده گاو میاد سوال طراحی میکنه که عملا میخواد برای ما نشخوار رو دیگه ندیده، ما میدونیم آقا سوال 35 میخواد نشخوار رو بیاد چک بکنه. میگه بخش لایه لایه دیواره معده. آقا بخش لایه لایه دیواره اتاقک لایه لایه من اتاقک لایه لایه کجاست؟ میگه بخش لایه لایه هزار لا به طور مستقیم با محل شروع گوارش میکروبی غذا میگه در تماسه. نه دیگه هزارلا وصل به نگاری، مستقیم با سیرابی در تماس نیست. بزرگترین قسمت معده این جانور سیرابی، قادر به انتقال غذای دوباره جویده شده به درون مری است. آقا نگاه کن طبق کنکور هزار و خدمت غذای دوباره جویده شده یعنی کسی که یه بار نشخوار شده، یعنی هم معده اومده تو سیرابی، از سیرابی میخواد به نگاری، پس یعنی که دوباره جویده شده قرار نیست برگرده. غلط. میگه نخستین قسمت دریافت کننده غذای دوباره جویده شده توی معدهش میشه سیرابی. محل ترشح آنزیم گوارش جانور نیست، مال چیه؟ مال باکتریاست، میکروبا. غلط. عقبی ترین بخش معده شیردان، محتویات رو از قسمت بالای خود دریافت، بله هزار لب بالا بهش وصل میشه و فاقد توانایی ترشح سلولازه. انسان و اغلب جانوران سلولاز نمیسازن. بله پاسخ گزینه 4، سلولاز اون باکتریایی که داره میسازه. سال بعدی سال 36 از فصل 1 دیگه، درباره کاری که مزلسون و استال کردن. میگه دریافته که هنگام تقسیم اطلاعات وراثتی رو بدون کم و کاست دریافته قرار میده منظورش میتوز. میگه در صورتی که همانندسازی به روش جا خالی باشه ممکن نیست. خب آقا نکو حفاظتی، نیمه حفاظتی، غیر حفاظتی، که من میگم غیر حفاظتی همون چیه؟ پراکنده است دیگه. خب میگه تو حفاظتی دو رشته نوکلودا کاملا جدید به یکی از یاخته ممکن هست چی؟ تو نیمه حفاظتی مولکول دنای اولیه به صورت دست نخورده به یکی از یاخته، خب تو نیمه حفاظتی مولکول باز میشد، این پس ممکن نیست. بله غیر حفاظتی پیوند اشتراکی میان دیوکسی ریبونوئید جدید مولکول دنای اول تشکیل شود، بله هر دو تا رشته تیکه میخورن جدید میاد، ممکن است. تو پراکنده پیوند فسفودیستر میان نوکلئوتیدهای جدید و قدیمی پایداری آن را افزایش دهد، چرا ممکن هست دیگه، تو پراکنده اینا میان باز میشن تو هر رشته جدید قدیم قرار میگیره، پس این ممکن نیست. عملا اینجا واسم کلمه مهمی بود که فقط واسه گزینه 2 درست جواب میاد. سوال بعدی سوال شماره 37، ببینیم چی میگه. یه نوار قلب داده که الان تو 3 سال کنکور گذشته هر سال از نوار قلب سوال میاد، خب ولی نکته‌ای که داره چیه؟ نکته‌ای که داره اینه که خود شکل نوار قلب رو نمیدن، میاد مفهوم میده. حالا اینجا اومده همچین نموداری به ما داده، میخواستیم آقا جون بالاخره بازم مفهوم شما درک میکنیم، ببینیم کدوم درست. میگه در نقطه 1 برخلاف 2، خب من نقطه رو کی نامگذاری کنم؟ 1 کنس تو استراحته، 2 تو انقباض دهلیزه، 3 تو انقباض بطنه، 4 دوباره تو استراحت. میگه در نقطه 1 برخلاف تنوع ارتجاعی موجود در بطن بیشترین کشیدگی رو داره، بیشترین کشیدگی مال موقعی که بطن منقبض میشه. میگه در نقطه 1 برخلاف 2 بطن داره منقبض، تو جفتش در حال استراحت. غلط.
در نقطه 2.3 پیام انقباض به گره موجود در دیواره مشترک بطن ها رسیده است. دیواره مشترک بطن های من به گره موجود منظورش گره دومه. در 2 داره میره برسه، ولی تو 3 رسیده ردش هم کرده، ولی تو 2 رسیده است. غلطه. تو کدوم نقطه میرسه؟ موقعی که میاد رو کیو ثبت میشه. میگه در نقطه 3 امانند 4 خون میتونه به تمامی عفرات تشکیل دهنده قلب وارد بشه. تو نقطه 3 که دریچه دیالیزی بطنی بسته است چطوری وارد بطن بشه؟ غلط. میگه در نقطه 1 برخلاف 2 یاختهای استوانه شکل عادی دیواره دیالیز در حال استراحتن. خب تو 1 میگه داره استراحت میکنه یاختهای مایچه قلبیم، تو 2 داره استراحت نمیکنه که انقباض دیالیزه. خب پاسخ میشه گزینه 4. پاسخ میشه گزینه شماره 4. سوال بعدی از ژنتیک، اینم 100 درصد آقا ناکو همینجا ثبت بشه 1 ماه قبل از کنکور. سوال 38 سوال 100 درصدی 1000 درصدی کنکور 1401. نگی نگفت. همین الان تو این ویدیو هم بعدا عصر کنکور 1401 در میارم میذارم، اونایی که ندیدن کلاسمون رو نبودن امروز غیبت کردن که به حسابشون خواهم رسید به وقتش، عصر کنکور به حسابشون میرسیم میبینن. خب 38 میگه با توجه به این اکبر آقای ذرته کدوم درست؟ میگه در هر ستونی از نمودار که کمتر از 3 دگره بارز در هر ژن، یعنی یا 2 تا بارزیه یا 1 بارزیه یا 0 بارزی، قطعا حد اکثر امکان مشاهده 5 نوع ژن نمود وجود دارد. آقا 5 نوع ژن نمود من میدونم یا 1 دونه است یا 3 تاست یا 6 تاست یا 7 تاست یا 3 تا، ببخشید یا 6 تا 3 تا 1، اصلا مشاهده 5 نوع ژن نمودی ندارم تو اینا. میگه تعداد دگرهای بارز و نهفته در هر ژن نمود برابره، منظورش 3 تا بارزی اون وسط، قطعا فراواترین رخ نمود از نظر رنگ ذرت قابل مشاهده است. آیا دور جواب بگیرم؟ بخیر جواب دیگه. سه بارزی میشه چی؟ اگه تو این قله نگاه میکردم سه بارزی میافتاد اینجا. پاسخت فراوانی ژن نمودها بیشتر از 3 تاه، پس یعنی یا 6 است یا 7 دیگه، یا 6 یا 7 یا 6، یعنی یا 2 بارز 3 بارز 4 بارز. ذرت های با توانه ایجاد همه رنگ ها در زادای حاصل از خودلقایی یافت می شود. آقا نگاه کن، زمانی که من سه بار سه نافته داشته باشم ازدواج کنن همه انواع ژنوتیپ ها به دست میاد. اوکی؟ پس این 6 7 6 رو حالت هایی که رو حالت هایی که عملا دو بارزی و چهار بارزی بچه‌هاشون از خودلقای همه انواع ژنوتیپ رو در نمیاد. نسبت دیگرهای نهفته به بارز برابر 2 است، یعنی چی؟ یعنی یا 4 به نسبت دیگرها یا 4 بارز به 2 بارزه، اوکی، یا 6 بارز به 3 بارز که نداریم دیگه، یعنی 4 به 2 که برابر 2 دیگه. حالت دیگه ای داری؟ خیر. 2 به 1 هم که هست دیگه، 2 به 1 هم هست، داریم همچین حالتی؟ نه، بعد جمعش بشه 6، پس فقط 4 به 2، یعنی 4 بار، یعنی نگه، حالا گفته نهفته به بارز برابر 2، یعنی چند تا نهفته داری؟ 4 تا نهفته داری، 2 تا بارز داری. میگه ذرت های با توانایی ایجاد ذرت تیره تر از اکبر، 1 2 3 4، تیره تر از اکبر باید حداقل 5 در بیاد یا 6 در بیاد. کسی که خودش 2 تا بارز دارد، مثلا همچین حالتی دارد، اگه خود لقایی هم بکنه باز دوباره بچه‌ای که به وجود میاد نهایت زوری که بزنه 2 بارز داشته باشه، چطوری 5 بارزی و 6 بارزی میخواد توش در بیاد؟ غلط. و پاسخ میشه گزینه 2 که گزینه جواب ساده تر از هر رفع گزینه‌های دیگه بودا، یادت باشه. سوال بعدی از 7-11 طول مثلی مردان، یه سوال حل بکنیم بعدش دوباره یه دونه قلب حل میکنیم. قشنگ سوالات خوبی. خب سوال 39 نگاه کن، میگه بلا، میگه در بکنیم درست، میگه بلا فاصله در پایین کیسه ذخیره کننده یعنی مثانه قده چی قرار داره؟ پروستات. قدد ترشح کننده شیرنگ قلیایی قدد نیست، یه دونه است، پروستات. فقط یک بخش متسع شده مجرای خارج کننده ادرار مثانه در سطح زیرین کوچکترین قدرت تولد مثلی قرار گرفته. آقا کوچکترین قدرت تولد مثلی من عملا میشه چی؟ پیازی میزرایی. اگه دقت داشته باشی دوتا یعنی هم اون بنداره ابتدایی و هم بنداره انتهایی من اگر دقت داشته باشی تو میزرا پایین تر از پیازی میزرایی قرار، پس فقط یکی غلط. میگه قدرت تامین کننده انرژی لازم یعنی چی؟ وزیکول. هر کدام به واسطه یک مجرای مجزا ترشح خود میزنای ندیگه به اسپرم بعد. 4 جواب. قده از دستگاه تولید مثلی که به صورت ساختاره کیسه است با قده همتای خود در سمت دیگر نیمه بدن اتصال فیزیکی دارد. آقا قده از دستگاه که به صورت ساختارهای کیسه است، ساختار کیسه ای مال کیه؟ کسی میدونه لفظ ساختار کیسه ای مال کیه؟
وزیکول سمینال. وزیکول سمینال اگر تو شکل کتاب درسی از نمای پشتی که مدار نشون داده همچین حالتی کشیده، بعد به همین اتصال فیزیکی اینجا داده و پاسخ میشه گزینه شماره 4 تو تدریسمون هم گفت. سوال برای سوال شماره 40 دوباره درباره ساختار قلب اومدم سوال دادم. سوال چه سوال قشنگی هم هستش. کامل بیام با هم بررسیش کنیم ببینیم چی میگه. خب سوال شماره 40 من سوالی است که طراحی زمانبرم بوده و سوال قشنگه. میگه سخره کرونری چپ انشابی را در نمای جلوی قلب داره، بله، که به زخیم ترین بخش دیواره قلب یعنی مایچه خون رسانی میکنه 100%. میگه سخره کرونری چپ در محل اتصال دهلیز و بطن چپ حاوی انشابی است که قلب را دور زده به پشت قلب. شکل کتاب برو نگاه کن. بعد سخره کرونری راست در اکسیژن رسانی به یاختهای مایچه دریچه‌ای نقش داره. اصلا دریچه‌ها که مایچه ندارن، بله. سخره کرونری راست بر روی نوعی بافت پیوندی منشعب میشه که در ذخیره انرژی میتونه نقش داشته باشه. منظورش همون چربی رو قلب دیگه، نه بیرون میرن. درست. پس میشه گزینه شماره 3. سوال بعدی از 1-11 نمودار پتانسیل عمل رو سوال آوردم. میخوام دربارش یه تست قشنگ بزنم. خب یه سری نقطه داده بعد دربارش صحبت کرد. میگه در نقطه آ برخلاف سی، آ سدیم باز، سی پتاسیم باز، بیش از یک نوع بسوار پروتئین یونهای سدیم را به خارج یاخته. یون سدیم بیرون بیشتره، خارج دهنده یکی پمپه. در نقطه آ دریچه دار سدیمی هم بازه ولی سدیم رو میاره تو. پس این غلط. در حد فاصل نقطه بی تا دی در پی فعالیت نوعی پمپ پروتئینی پتانسیل غشا و پتانسیل آرامش. کسی که پتانسیل عمل رو میکنه پتانسیل آرامش کانال دریچه دار پتاسیمیه نه پمپ. میگه در حد فاصل سی تا دی همزمان با باز بودن دریچه برخی کانال ها به داخل، به داخل میدونن پتاسیمیه، فعالیت پمپ مشاهده میشه. همواره پمپ فعالیت میکنه. 3 جواب 4. در نقطه B به دنبال بیشترین تجمع مقدار بار مثبت. چقدر لفظ کتاب تدریس ما هم هست. قفله الان کسی نیست برام دوستو بذار بگم. میگه در نقطه میگه کانال های دریچه دار سدیم و پتاسیم همزمان بسته میشوند. این بسته میشوند گفتم آقا تو کنکور سراسری حواست باشه، تا قبل از بی پتاسیم بسته بود میموند، سدیمی بسته میشد. پس این گفته بسته میشود هر دوتا به لفظی که انگار قبلش جفتشون بازه. نه جفتشون قبلش باز نبود. اونجا پتاسیم بسته میماند، سدیمی بسته میشود. سوال بعدی سوال شماره 42. یکی یکی میخوام نامگذاری کنیم. اول شکل رو نگاه کن که به نامگذاریش به مشکل نخوری. سال 42 رو نگاه کن. خب بریم حلش کن. ببین سوال 42 چی میگه. سوالیه که یک سری اضافات اضافه نامگذاری هم من میخوام. ببینیم چی میگه. بخش 6 که میشه دیواره رحم، بخش 5 میشه زواید انگشتی، نه انگشت مانند، انگشتی، چون میدونم انگشت مانند مال لوله فالوپ بخش انتهاییشی که میخوره به تختان. 1 چیه؟ جفت. 3 چیه؟ لایه های زاینده. 4 چیه؟ آمونیون. 2 چیه؟ کوریون. میگه بخش 1 جفت در آینده باعث برقراری ارتباط خونی بین بخش 3 یعنی لایه‌های زاینده و بخش 6 که دیوار رحمه. خب بله دیگه میشه جفت. 1 جواب. بخش 5 لایه درونی توده بلاستوسیست منشأ گرفته و رگای خونی داره. کوریون برعکس بشه، زواید انگشتی مال کوریونه، از لایه بیرونی که تروفوبلاست بوده بعد تشکیل میشه. بعد از تازه چی؟ بعد از جایگزین. بخش 4 در حفاظت یاخت‌های تخصصی یافته بخش 3 نقش مهمی داره. آقا در بخش 4 من فقط توی یکی از لایه ها نقش داره نه در تمام لایه هاش. پس هیچ. بخش 3 چون به همه لایه ها داره اشاره میکنه غلط. میگه بخش 2 با ترشح هورمون پروژسترون باز حفظ دیجه، نه دیگه، بخش 2 هایسجه رو ترشح میکنه. هایسجه میره جسم زرد رو نگه میداره، جسم زرد بعد میومد استروژن پروژسترون رو ترشح میکرد و پاسخ هم میشه گزینه شماره 1. مرسی. سوال شماره 1. سوال بعدی سوالیه که از بافت شناسی. نکن کلن بچه های ما هیچ وقت از بافت شناسیش مشکلی نداشتن عملا،
چون انقدر من هر جلسه بافت‌شناسی‌های مرور کردم، تو بخش‌های مختلف بافت‌شناسی رو مرور کردم، تو اندام‌های مختلف بافت‌شناسیش رو مرور کردم، پس عملاً ما زیاد مشکلی تو تست شماره 43 نخواهیم داشت. تست شماره 43 رو نگاه بنداز. تست شماره 43 رو نگاه بنداز. خب بخونم. میگه در بافت پیوندی که در تمام لایه‌های گلوکوژ سست، یاخت‌های با ظاهر یکسان ندیگه، بعضی هسته گرد قلم، در تشکیل مغز زرد استخوان چربی، دارای یاخت‌های با هسته مرکزی و بزرگ نه، ریز و نزیب قشر، در ساختار متصل کننده ماهیچه‌های پیوندی زردپی، منظورش چیه؟ متراکم، در بین یاخت‌های خود بیشترین میزان پروتئین‌های کشسان را دارد، ندیگه بیشترین کشسان داشت، بیشترین کلاژن را داشت. آیا کشسانش در حد اکثری بود یا کلاژنش؟ مرسی، کلاژن باشه. و 4، یاخت‌های آن به یاخت‌های ماهیچه رگ‌های خونی شبیه است، منظورش چیه؟ منظور رگ‌های خونی چیه؟ ماهیچه صاف دوکی شکل، کدوم یاخت سلولای دوکی شکل داشتن؟ متراکم. تعداد یاخت‌های کمتری از پشتی پاک کننده پوشش یعنی سست داره، بله متراکم، اساس تعداد سلولاش کمتر. سوال بعدی سوال شماره 44، ببینیم چی میگه. در دستگاه گوارش هر فردی بالغ جا خالی فراوانترین، کمترینه، حالا قده معده پرز روده، یاخت‌های غیر درون ریز دیواره به طور حتم، منظورش اونه که دیگه هورمون حالا ترشح نمی‌کنه. من فکر می‌کنم سوال 44 رو اگر دقت داشته باشید، سوال 44 اگه تو کنکور سراسری بیاد خیلی‌ها غلط جواب خواهند داد، حالا الان حلش کنم می‌فهمید چرا. میگه فراوانترین یاخته‌های قده معده، فراوانترین یاخته‌های قده معده من اگر دقت داشته باشی یاخته‌های ترشح کننده ماده می‌خواد. میگه با ترشح نوعی ماده جذب کننده آب و بیکربنات، آقا قده معده بیکربنات ترشح نمی‌شه. 3، کمترین تعداد یاخته‌های قده معده، یاخته‌های کناری در جلوگیری از برور اختلال در حمل گاز اکسیژن در خون فرد نقش مهمی داره، بله چون اینا فاکتور داخلی رو میارن، فاکتور داخلی که بیاد HCL هم میاد، پروتئین و پروتاز رو فعال میکنه، پروتئین گوارش پیدا میکنه، جذب میشود، بعد تو تولید هموگلوبین گلبول قرمز نقش دارد، پس در جلوگیری از این بدبختی نقش داره. 2 جواب. 3، فراوانترین پرزهای روده باریک میشه یاخته‌های جذب کننده، هسته‌ای در مجاورت زوائد سیتوپلاسمی داره، مگه نگفتیم اینا استوانه‌ایه، استوانه ریسپورز داره، سلولای استوانه ریسپورز باشه هستش نزدیک قشای پای است، پس بد گفت. کمترین پرزهای روده میشه چی؟ ترشح کننده هورمون، برای گفته غیر درون ریز میشه ترشح کننده ماده مخاطی، در نتیجه مصرف پروتئین گلوتن دانه غلات از بین میره، گفته یاخته‌های ریز پرزدار از بین میره، نه یاخته‌های ترشح کننده ماده مخاطی، پاسو گزینه 4 مون نیست. سوال بعدی سوال شماره 45 بوده، سوالی هستش که درباره دستگاه لنفیست، سوال خوبی هم هست، ببینیم چی میگه. میگه با در نظر گرفتن دستگاه لنفی کدوم گزینه درست بیان شده؟ خب حلش کنم، از بین 1 تا 4 میخوام گزینه رو بردارم. ببین چی میگه، میاد یه سری توضیح میده که ما بعد هم درباره اندامهای لنفیمون بدونیم، هم درباره رگهاش، هم درباره چپ و راست و مجرا و این داستانا. خب در اطراف ناحیه گردن و زیر بغل فرد مشاهده گره لنفی دور برس اونجا زیاد هم هست، محتویات لنفی خارج شده از اندام لنفی روده بزرگ آپاندیس میره به مجرای لنفی سمت چپ، مستقیما مجرای راست نه دیگه، چپ، راست که اون بالای مال دستو که، در اندام لنفی که محل مرگ گوچای قرمزه تحال کبد، کبد که لنفی نیست منظورش تحال، سرخ رگ در سطح پایینتری نسبت به سیاره قرار دارد، برعکس سرخ رگ در سطح بالاتری، یعنی بالا تو شکل سرخ رگ کشیده زیرش سیاره رو کشیده. 4، اندام لنفی که محل بالغ شدن لنفوسیتی تیموس پایینتر از محل اتصال سیارگای زیر ترقوه به یک دیگره، این قلب این بالا، این دوتا اینجا وصل میشن، تیموس این پایین افتاده، و پاسو میشه گزینه شماره 4. بریم برای 5 تا آخر. به به، صفحه آخرمون یه صفحه‌ای که واقعا دیگه سوالای خفن ته داستان رو توش گذاشتم، یعنی به نظر من این 5 تا سوال آخری که میخوام حل بکنم جز سوالی هستش که واقعا فوق‌العاده، نگاه کن من همین پایینش بنویسم فوق‌العاده شانس تر در کنکور 1400، یعنی این پایینیه شانسش بسیار 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 این 5 تا آخر بالاست، که الان میخوام یکی یکی بیام حلش کنم و ببینم که هر کدوم چی میگه دیگه. خب سوال 46 میگه چند تاش به نادرستی تکمیل بخونم. در بدن انسان
با توجه به ردای مختلف حاصل از یاخت‌های بنیادی مغز استخوان، هر یاخته‌ای درون مغز استخوان که اندازه بزرگتری از سایرین دارد، پس از بروز تغییراتی در بافتا میتونه به یاخت‌های ارائه کننده آنتیژن تبدیل بشه. یاخت‌هایی که ارائه کننده آنتیژن باشن، منظورش چه کسی است؟ منظورش یاخته دندریتی. بر اندازه بزرگتر از سایرین داره، مثلا میتونی مونوسیتو در نظر بگیری. پس از بروز تغییرات در باف میتونه، چون هر یاخته گذاشته، خب من میدونم آقا خود یاخت‌های بنیادی هم هستن که اونها هم بزرگن. ولی خود یاخته بنیادی که مستقیما نمیشه حالا حتما یاخته دندریت که منشأش مونوسیته، بعد هر مونوسیت هم که نمیاد تبدیل بشه به دندریتی، پس غلط. میگه به کمک دانه روشن خود در ایمنی بدن نقش دارن. دانه روشن مال کی بود؟ یکی مال آئوزنوفیل، یکی مال نوترو. هسته دو قسمتی داشته که به صورت دمبلی شکل، این فقط مال آئوزو، واسه نوترو نیست، غلط. در سیتوپلاسم خود فاقد دانه، یکی لنفوسیت که مونوسیت، از تقسیم لنفویدی، خب لنفوسیت مونوسیت، مونوسیت از میلوئیدی، غلط. از تقسیم یاخته بنیادی لنفویدی لنفوسیت بیوتی، قادر به شناسایی یک نوع آنتیژن خاص است. میدونم کشنده طبیعی اصلا تو دفاع اختصاصی نقش نداره، اما لنفوسیت از همون لنفویدی هم به وجود میاد. پاسخم عملا میشه گزینه یک. ببین کی گفتم این سوال میاد تو کنکور سراسری، به هر کدومشو بدونی. سال 47. سال 47 کل یارو اومده تو روز کشیده، پس من میدونم یه گیاه چیه، سیفوره. میگه دو گیاه سیفور کدوم یکی درسته؟ من میدونم اینجا یاخته میان برگه که تسمه کربن اولی است، اینجا میشه چی؟ دسته آبندی. CAM و CC همش توی میان برگ انجام میشه. خب ببینیم حالا هر کدوم چی میگه، که من میدونم آقا توی اینا هم فقط چی؟ یاخته های باریکلا، یاخته های غلاف آبندیم، چون کالوین داره فتوسنتز میکنه دیگه. خب میگه نخستین یاخت‌های تسلیم کننده مولکول CO2 در این گیاهان سبزتر از یاخت‌های انجام دهنده چرخ کالوین. نه دیگه، اگه سبزتر بود فتوسنتزیا سبزترن که دست آوندی. پمپ الکترون زنجیره انتقال الکترون تیلاکودی آنها الکترون پر انرژی را از آبگریزترین عضو زنجیره دریافت می‌کند. آقا پمپ الکترون زنجیره انتقال الکترون تیلاکوئید، الکترون پمپ الکترونی من میدونم که از کی میاد دریافت میکنه. این اگه زنجیره تیلاکوئید من باشه، یه فوت سیستم دوه، یه دونه کوچولو اینجا دارم، یه دونه بزرگ اینجا دارم، یه دونه این تو دارم. خب میگه از آبگریزترین عضو زنجیره میاد دریافت میکنه. آیا این گزینه به نظر گزینه درستی نیست؟ نه. چرا گزینه غلطیه؟ آها آقا پمپ الکترون کیلو چند باری کلا؟ پمپ الکترون مثلا هم چیزی داریم؟ پمپ الکترونی داریم؟ این پمپ هاش مثبته، برای همین خیلی این گزینه غلط میگیرن. میگه میزان تثبیت کربن در این گیاهان در محدوده طول موج 400 تا 500 بیشتر از 600 تا 700 نانومتره. خب معلومه تو 400 تا 500 چون میزان جذب بیشتره، تثبیت کربن هم بیشتره، چون الکترون بیشتری وجود دارد. تثبیت کربن هم که وابسته به چیه؟ وابسته به همین زنجیره انتقال الکترون هست دیگه. سه جواب. تاثیر افزایش شدت نور و افزایش CO2 چون که گیاه سیفوره، همواره بیشتر از گیاه فاقد تثبیت کربن در ترکیب 4 گرم منظورش سیسه. نه دیگه، گفتم طبق کتاب درسی هم در کلاس، هم در همایش نهایی، هم در همایش کنکور 12 گفتیم در زمانی سیفورها بهتر از سیسه ها هستن که اوضاع بدبختی باشه. این که گفته همواره بیشتره، اگه اوضاع خیت نباشه، اوضاع عادی باشه، تازه سیسه بهتر از سیفور هم هستش. و پاسخ میشه گزینه شماره 3. 48 49 50 سه سوال آخری که واقعا سوالات خوبی. خب با در نظر گرفتن پوست، لایه از آن که شبکه رشته‌های پروتئینی کلاژن کشسان در آن قابل مشاهده است، منظورش لایه درمه. برخلاف لایه دیگه فاقد رگ، برعکس لایه درم پر رگ خونی. فولیکول موی آن میشه درم. امکان مشاهده یاخت‌های فعال کننده لنفوسیت در آن وجود دارد، منظورش یاخت‌های فعال کننده دندریتی. دندریتی هم تو اپیدرم میبینم، هم تو درم. دو جواب. یاخت‌های سطحی آن ریزش میکنه اپیدرم، محل قرارگیری گیرنده است، اصلا گیرنده تو اپیدرم نداره. زخامت بیشتری داره درم، در آن امکان مشاهده گیرنده های دارای غلاف پیوندی وجود دارد. آقا الان بین 2 و 4 باز کدومو بردارم؟ آها آها دیگه، آقا نگو اینجا برخلاف گذاشته دیگه. من گفتم آقا تو اپیدرمی که میاد تو درم دندریتی، پس حواست باشه. پس اون میشه گزینه 4.
چرا؟ چون من گفتم تو درم گیرنده دارم، من زوش اینم گیرنده چیه؟ گیرنده فشارمه دیگه، اما تو اپیدرم ندارم. پس این برخلاف تو صورت سوال حتما حواست باشه. گزینه دو چون تو هر دو تا وجود مثل مبینم، چون تو هر دو تا وجود داره غلط در میاد. 49 میگه درباره ساختار پروتئین ها کدوم درست؟ به هنگام تشکیل ساختار اول، نخستین آمین اصلی زنجیره پلی‌پپتیدی با گروه کربوکسیل در تشکیل پیوند پپتیدی شرکت میکنند. نخستین آمین اصلی زنجیره پلی‌پپتیدی من چه کسی است؟ عملا چیه؟ متیونین من. متیونین من آمینش آزاد میمونه، از سمت کربوکسیلش میره تو پیوند. با گروه کربوکسیل در تشکیل پیوند پپتیدی. یک جواب. میگه ساختار دوم پروتئین که شباهت زیادی به ساختار دی ان ای دارد، منظورش مارپیچه. میگه تعداد پیوند هیدروژنی کمتری از ساختار دوم دیگری دارد. برعکس اگر دقت داشته باشی، مارپیچی از صفحه‌ای شانس تشکیل چیش؟ شانس تشکیل پیوند هیدروژنیش بیشتر هم از مارپیچ دیگه. میگه در یک زنجیره پلی‌پپتیدی همه آمینو اسیدها در پیوند هیدروژنی شرکت میکنن. غلط. بعضی. در ساختار یک تنها یک نوع ساختار دوم پروتئین، نه دیگه. گفتم آقا ساختار یک میاد میشکنه، اینطوری میشه، اینطوری میشه، انواع مختلف هم صفحه هم مارپیچی به هم شکل دیگر میتونن. و سوال آخر اولین آزمون شبیه سازمون، سوال 50 میگه با توجه به شکل مقابل که فرد سالم رو داره نشون میده، یه نامگذاری عجیب غریب آوردم که همه‌شو باید بدونید. خب آ گره اول، برو بی گره دوم، هاش بزرگ سیارگ زیرین، سی میشه چی؟ سی اگر دقت کنی داره چند تا انشاب برای ما به وجود بیاره، میشه آورت. دی چیه؟ اون انشابی از سخرگ شوشی که میره سمت چپ. ای چیه؟ زیرینی که از سمت چپ، ببخشید سیارک شوشی که از سمت چپ اومده. اف چیه؟ دریچه چیه؟ دریچه دولختی، ولی اون بافت پیوندی هم، ولی دولختی میترال. میگه بخش آ همانند ب، پیام تحریک را از طریق صفحات بینابینی به سرعت به یاخته بعدی منتقل میکنه. آقا میدونم دستتار و گرا از جنس چی هن؟ مایچه های قلبی هن دیگه، درسته؟ بله، میگیم بله. اگر دقت داشته باشی، آها، اگه دقت داشته باشی تو متن کتاب میاد میگه از گره دوم با فاصله زمانی پای وارد بطن میشه تا جلوی انقباض همزمان اینا رو بگیره. پس این گفته به سرعت همانن، غلطه. از بی دیگه به سرعت. دو میگه رگ دی همانند اچ خون تیرا. دی چیه؟ تیره، سخرک شوشی. اچ هم تیره و در لایه میانی خود چون رگن رشته کشتان زیاده مایچه صاف دارن. دو جواب. سه رگ سی برخلاف ای، سی چیه؟ آورت. بعد ای چیه؟ اونم میگه خون روشن، هر دوتاشون خون روشن دارن. ما از شش اومده، این داره بطن چپ. دریچه اف همانند جی، یعنی سلختی، از تعداد قطعات یکسان تشکیل شده. خب این دولخت اون سلخته، چطوری یکسان؟ نو دو ساعت فیکس، فیکس دو ساعت. و واقعا 50 تا سوالی که حل کردم، اگر یه کنکور سخت بخوایم در پیش داشته باشیم، سوالاتی میتونه باشه که تو این آزمون آوردم و سوالاتش هم سوالات سختی بود واقعا، اگه نخوایم از حق بگذریم. و تو همه سوالاتش چاشنی کلمات ها و های ها از همه یه مباحث کتاب درسی سوال آورده باشم و گذاشتم و فایلش هم میذارم هم توی کانال هم توی پنل، اونا که بچه پنلیمون هستن. یه مورد. مورد بعدی که برای دوستان باید بگم اینه که ما هنوز دو تا آزمون شبیه ساز دیگه، یکیش که فهم میکنم میشه هفته بعدی و یکیش هم میشه توی تیر ماه براتون حل میکنم. یه دو روزه همه جنبندی کنکور 1401 داریم که اونم بهتون اطلاع رسانی میکنم و به نظر من بعد از اون تقریبا 1000 تا 1000 خورده ای تا تستی که توی روزهای قبلی دوره 100 ساز از تک تک فصلهای کتاب درسی ازش تسل کردیم بین 40 تا 60 تا، این آزمون میذارم تو گورمون. این آزمون از اون آزمونایی بود که واقعا میبینیم که واقعا هم صد ساز و هم صد نامه و هم تدریسی که انجام دادیم پشتیبانی کننده و جمع کننده کنکور سراسری و آزمون آزمایشی بودن و این یعنی بهترین حس واسه من که یک سال تلاشم رو و تلاشتون رو داریم به نحوی استفاده میکنیم که چیزی، گزینه‌ای، حرفی، حدیثی، شکلی، نکته‌ای نباشه که من چه طی تدریس، چه طی نکته گفتنم نگفته باشم. یعنی نکنیم بدترین چیزی که کلاس کنکوری باشه ولی تو بری سر جلسه آزمون گزینه‌هایی ببینی. حالا نکن تو 50
50 سال یکی دو تا سوال دو سه تا گزینه رو ببینی تا حالا نیدی طبیعیه، ولی اینکه بری 50 تا سوال حل بکنی نصف سوالات اصلا گود، با اینکه اون فصل رو به درس دادن و خوندی ولی گزینه‌هاش رو ندیده باشی و گزینه‌ها گزینه‌هایی باشه که شما باید تحلیل می‌کردی، برات سر جلسه کلاس تحلیل می‌کردن، ربط می‌دادن و تو ندیدی، خب این باعث میشه که چی؟ عملاً اون پوله و اون وقت شما تلف شده باشه. و من سعی کردم که واقعاً توی دوره 1401 هم بهترین خودم رو چه در کلاس‌های حضوری و چه در کلاس‌های آنلاین برای دوستان ارائه بدم و سعیم هم بر همین بوده همیشه و امیدوارم که بتونم درست عمل کرده باشم به این نیتی که داشتم، به این حس و حالی که داشتم. و تک تک دوستان تشکر میکنم که خیلی خیلی همیشه یاری کردن ما رو، هوای ما رو داشتند و دم تک تکتون گرم. هنوز تا کنکور 1401 هستیم، هر روزش هم هستیم، تا صبح کنکور هم مثل پارسال هستم، من ولکن قضیه نیستم، پررویتر از اون داستان ها هستم و تک تک یاران و دوستان را دوست دارم. خسته نباشید، خداحافظ شما، امیدوارم موفق باشید، دمتون گرم.